مست و کردی مگه این رسم مستی و راستی شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من سلام دوستان من رام هستم باشه شهری آه تو میخوای باشه یا نمیخوای تو اوکی آره خونه شهریار عزیز اومدیم ادامه آبگوشت رو بخوریم و داستانو و خلاصه جاتون خیلی خیلی خالی دلون براش کلی تنگ شده بود و در این قیافه مقرره با مردم باشیم اینجوری حالا یه دوران سر کنیم دور بیام آقا به این شیکو به این خوشگلی و به این قشنگی خب سلامتی ما یه چند مدتی میخوام الکل بذاریم کنار یه هشت سالی البته داریم داریم روش کار میکنیم خیلی یواش خیلی یواش شماس خیلی یواش همجوری که ما داریم خیلی یواش we are getting the rate of the mullahs خیلی یواش آم چیز 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 الان منم مسخره میکردم چون من هی میخواستم غذا هی چون به شهریار گفتم خب من این درینک رو میخوام اون درینک میخوام بعد شهریار داشت خور میزنم میگفت رام اگه یه روزی تنها باشه چه اتفاق اینجا سر میز دوستا <applause> حالا آمده خونه ما ما آبگوشت رو با آها آبگوشت رو رفتیم بهترین مایچه رو گرفتیم یخ نزده فلان فرش مال کالیفرنیا هم مال نیوزیلند و اینا حسابی و اینا اگه گوشت یخ سدم نگیرین یه ذره پول بیشتر بدین ولی بعد آبگوشت رو نتونین دوباره یخ بزنه اگه گوشت یخ سده بخری یه ذره کمتر میدین بعد بعد دیگه نمیتونین نگهداری بعد بخوری همون دو سه روزه خلاصه یه دیروز نه پریروز ما یا آبگوشت حسابی بار گذاشتیم یعنی جانانه everything top quality مثلا مجلسی و رو دیگی. دونه دونه پوستش رو بکن و آفره. اون لول آقا ما خور کیفش هم برد روز بعدش نه روز امروز اومده اینجا میگم آقا این آبگوشت رو خب خیلی درست کردیم بازونده میگه همون آبگوشت رو مخواه به اون بدی بابا مستر کوردون بلو وقتی که تو بتونی اومده رستوران آمد سمیگه نه اون دوره نه بخم چی دیگه بده هیچی خلاص اومد سرویز نشسته و گفتم چی میخوری گفت تکیلا بخورم گفتم تکیلا یخصده دارم برای تو چیز نه نشست و شروع کرد تکیلا رو زدن حالا اینجا نشسته بعد یه دوست دیگه منم گفت آقا چی داری گفت من خب آب گازدار میخوام بخورم با چی و حالا بعد بتون نشون البته این تریکم یه ای چی نشسته میگه منم آب گازدار میخوام یکی بیا گفته گفتم خب میخوام خب بریزم تو تکیلات نه یکی آن ساید گفتم مگه اومدی بار لا ما صاحب خب پاش خودت وای داره دیگه بعد یهو رو عشق ها همش از رو عشق به فکر اون رسید این کینگ رام دوست عزیزمون بچه ها نمیتونه دیگه تنها خودش زندگی کنه اگر حتی یه خونه صد تا خوابم الان داشته باشید دیگه تنها دیگه نمیتونه شیران هفتش شست ساله که از به کل از جماعت کره زمین سرویس گرفته آقا بعد دیگه اگه خونه تنها نشسته باشه مثلا وسط گرستگی داره میره میگه آقا شام چی شد بعد اکا میکنه چون ست تا اتخاب داره شام 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 یعنی اصلا دو روز پیش تو قهوه صفانه داشتی خب بگو قهوه بین اونجا هست که قهوه داریم خب داری. داری. بین گرایندر گرایندش کن قهوه, قهوه میشه, قهوه میشه. یعنی چی کن؟ قهوه میشه گرایند شده فکر کنم قهوه نخورد اون این دور بینم میتونم بکنم این و دوبل دابل میشه چطوری اینو مثلا میذاریم اینجا اینجوری ها اون تو آشپز ها بعد کات میکنی از آره دیگه بعد مثلا میگیم تو آشپز خونه اینجا اینجوری مثلا داریم نه چه نمیدونم دیگه ما که این چیزا سر اون نمیشه کجا میخوای میخوای استاد میخوای بشینیم خونه ما شام امروز ها کجا بشینیم ما که با واسادم داریم آب گوشت داغ می کنم اینجوری اوکی بس بس اینم اینجوری می کنم بیا اینم که این مال آشپزخونه است آره, آره. آره اونم عکس اسم دیدی... مامان چی بود؟ بچه مامان من اسمش لیلی لیلی هستن ولی شما چراغای بیرون رو به بچه ها نشون دادیم؟ کریسمس رو؟ کریسمس رو ندادی؟ میتونه نشون بده الان برو نشون بده قبل اینکه اصلا شروع کنی بچه ببین کریسمس رو کرده خ... اه... چراغای کریسمس رو ببینین یه ذره حال کنی خیلی روش کار خیلی, خیلی جدی میگیرن این قضیه رو ظاهرا من دیگه من مجبور شدم جدی بگیرم چون زنم داشت طلاق هم میداد بعد گفتم خب باید جدی گرفت آره <applause> ها آره 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 اینجوریه از تو آشپزخونه هست و خونه شریار ببین چی, چی کار کرده آه نگاه کنیم بچه ببین شما نگاه کنیم اینجوری قشنگ اینجا مثل 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 مثلا مروارید مثل و اینا برای خودشون مثل پرشستون چی میشه به فارسی؟ نمیدونم سنگای سنگای گرون قیمت گرون قیمت سنگایی که هیچ من نه شما میتونیم بخریم <تصفح> اون سنگا خلاصه اینا اینجوری شدن اینجوری میذاری و الان اون چراغ خاموشه خیلی شغل هم میشه نور افکنه هم بره اینا بگو اینا چیه این گله ها این گله یاس مال ایرانه ها. آوردیم چه بوی خوبی هم میده اینا خیلی بوی خوب میده اینا گله یاس خوب هم زده یاس هم میدونیم بچه ها که هرچه یاسو و گلاش رو بیشتر بکنین وقت بیشتر بیشتر بیا بکنین بچه ها بیشتر هم گل میده این یاسا. بوچ خیلی خیلی بوچ یاسا ایران درست کاری شد خلاصه این از شراغونی های کریسمس ما فکر میکنی که کلن این این قضیه کریسمس اصلا دیگه خب این که چجوری شروع شد سر یه تبلیغ... کمپین تبلیغاتی کوکاکولا بود چراغای کریسمس کلا خود کانسپت کریسمس من هیچ برام هیچ بعید نمیدونم هیچ بعید نمیدونم تا اونجا که من یادمه اه، توی اه، تکیلای من کو آره تا اونجا که من یادم یه بخونده بودم یه حالت تبلیغاتی خودم مال خودم پیدا کنم اینجا آم کوکو کلو بود نه اینکه مال منه نه مال خودت کجا گذاشتی ها بیرون بیرون جا... بگو نه حالا یه به غیر از اون داستان به ادامه اون داستان من جواهر مال عقد وقتی که میخوای اینگیج بکنی نامزد بکنی و دایموند جوبیلی میش میگن مال ده سال یا مال 20 سال ازدواج یا مال سی سال ازدواج اونم یه داستان خیلی وحشتناک برات داره تا انگلیس بودم رفتم این سری جواهرای ملکه رفتم دیدم تو چقدر گرون تو چقدر پول میگیرن من به بری ببینی دیدم. آره اون سری جواهرای چیز هم هستش تو جیگنه مال نادرشاه مال کیه یه سری ایرانی هم یه سری جواهرای معروف خب اون که آره نه اون که رو ما هستش هندی ها... دیگه اینو داشتن نادرشاه رفت از هندیا زد بعد انگلیس‌ها اومدن از ما زدن بعد اون وسط فقط ایرانی‌ها غیرتی میشن میگم آقا خب ما فقط اون دوز وسط کار بودیم ما از این دوز دیدیم دادیم خونه ما ما دوز ناراحت میشی میشی آقا جان مثل آخه خیلی تریتوری خیلی جالبه الان مثلا توی میدلیس جنگ دیگه اون پلسینیا دارن میجنگن با اسرائیل اسرائیل میگن اصلا ما اینجا خب مال ما بوده بر همین ما دوباره برگشتیم چیزی که مال ما بوده رو بگیریم دوباره میگم خب شما تاریخ از کجا میخوا شروع کنه چون قبلش هم خب مال ما بود پس مال ایرانه بعد یه ذره قبل تبری کنگیز خانم میاد تو کار بعد گریکان میان تو میگن الکساندر دی گریت هم بوده خب کجا میخوای شروع کنی داستانو خلاصه اینکه مال ما بوده خیلی چیز جالبیه ما مال ما هیچی نبوده با اول آخر اسم ما مال خودمون دست خودمون بوده خیلی خودمون هم راحت <تصفح> یه کمپانی بوده و ها کمپانی The Beers خلاصه اینا تا امروز هم به یه جورای منوپولی درمان دست ایناست اصلا دایمان یک سنگیه که اصلا سنگ ریری نیست اصلا اونقدر دایمن هست که تقریبا هر زنی تو دنیا بخواد یه دونه یه کرت بندازه رو دستش یه چیزی مثل ده دلار باید بشه اینا استخراج میکنن بعد نگر میدارن بعد یه ذره یه ذره به بازار می یعنی پیور معنی مونوپلی که اصلا تو آمریکا دبیز غیرقانونی بود تا ده سال پیش تقریبا چون که کمپانی منوپول بود تو آمریکا اصلا دبیز نمیتونه میفروختن به هلند و از اسرائیل و از اونجا باخ وارد میکردن اینجوری از این درای چپ اینا شروع کردن دایموند افراد برای همه مثلا من مثلا برای زنم وقتی ازدواج کردیم یادنه خب حلقه مثلا پلاتینوم گرفتیم زدیم دستش یکی هم دست خودم از کاسکو از کاسکو بعد گفتم من دایموند دایموند اصلا ایسنات ریر که بری اینوست میکنی این اینوستمنتش البته مهمه تا جایی که دبیرز بتونه مال پولیش نگه داره اگه نتونه نگه داره رفتی 100 دلار دادی چیزی که تقریبا 100 دلاره خلاص ولی دی ار ریر استونز اکچولی تو دنیا ولی الانم دیگه دایموندا رو شروع کردن توی کارخونه درست کردن آره دیم چه یه ورژن چیزه شده ورژن همونه دیگه ورژن نداره ایز دایموند فقط یه اصطلاح دیگه ای داره بهش میگن کاربن من من مید یا, نمید یا نه اونز اون کیوبیک زیرکونیا رو میگی نه 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 کیوبیک زیرکونیا اصلا یه تراکچر دیگه. یعنی دیگه است یعنی کیمیکال تراکچر دیگه است حالا تو اونم سنگ سفتیه ولی <تصفح> کیوبیک زیرکونیا رو آدمی که نمیشناسه فکر میکنه دایمنده ولی <تصفح> اونایی که دایمن فروشن یه یک سالی نگاهش میکنه میگه این دایمن نیست من دارم میگم تو خود کمپانیا هستن که دائما اصلا تو کارخونه درست میکنن همون کاری که زمین و خدا و نمیدونم قرنها پیش کرده اینو تو فش اون فشار رو میارن و کاربون میذارن و کاره کمپانی ها کلان خیلی این سانتا کریسمس هم دیدم کریسمس 1870 تو آمریکا تعطیلی شد 25 دسامبر ولی این سانتا کلاز یا بابا نوئل از کمپین کوکاکولا 1931 شد. و الا قبل اون اصلا شکل‌های مختلف اصلا شکل‌های مختلف داشته آره. بابا گفتم ولی تو آلمان هم این طرف یه جورایی هست به این قیافه اون یه چیز دیگه ای دیگه دیگه بوده آره ولی مثل همه این داستانی ادیان اصلا فیروز خودمون بودی این داستان همه ادیان قدیم ها همیشه میگن که سه نفر تو افق اومدن و یه بچه‌ای رو کردن و یکی این بوده اصلا خیلی یا... داره باید. اصلا همه از فکر کنم خیلی هاشون بخواست اون ابراهیم رو که از یه جا منشه میگیرن ولی خیلی شاید اصلا کپی میکنن دیگه میگم می من یه ویژن اپگریتر بهتری درست میکنم پوزونیکی یکی رو میزنم کلا اینا که بابا همه چیزها رو هم کپی میکنی بابا there's nothing new under the sun nothing خیلی عجیبه ولی که هنوز جمعیت بیشتر کره زمین هم یک مذهبی هم چون مجوریتی کره زمین دو, دو مایز دو مسیحی یک مایز شیش میلیارد مسلمان یعنی آرادی چهار میلیارد چهار میلیارد زدید تو رک همونجا برش با برقش هم اضافه بیشتر آدم ها مثلا یه اعتقاد یا عقیده دا دنیا داره سکولارتر میشه روز به روز ولی هم که این همه هستی جمعیتی یه سریال خیلی با بود ریز بای وولز نمیدنم چه خیلی, خیلی بودی داستان خیلی سایفای علمی تخیلی تو آینده که جنگ بین ایتیس. جنگ بین, ای. ایتیس جنگ بین ایتیس آره 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 یه سری روبات اینا بود آرا. یک جنگ یه ای سری ایتیست بود خدا ناباور با یه سری آدم خدا باور آره یه ذره چی دیدم خیلی باحال بود خیلی کانسپت جالبی بود بعد که... چی شد آخرش های همجون کنسر کردن لامسته این کنسر این سریال ها که کنسر میکنن خیلی چیسته برای که عادتت میشه بعد یا از زیرپاد میکشنش لامسته ولی کلن با با های کلونینگ و ای و تو <الا> اینو اگر... می‌خواستم قبل بگو،, بگو،, بگو. بگو. این دایموندو بابا همه شما ها بچه ها زن بگیرید فورا میان میگن آ این ببین شوهرم یا شوهر آیندهم برام رفته دایموند گرفته این کانسپت دایموند قبل از ازدواج سع... یعنی تمام کانسپت شده بیرز درست کرد این اصلا وجود نداشت تو بری تو تاریخ نگاه کنیم مثلا تو قرن 18 ها و 19 اصلا کسی به کسی دایموند نمیداد اصلا نبود م. یه جوری اوایل قرن 20 اینا شروع کردن آقا اونها یه همش هم بزنم آب گوشته آب گوشته درست پیشو بفهم بعد هیچی هیچی اینا از صفر یارو اختراع کرده و وان د موست سکسسفل ادورتیزینگ کمپین این the ورلد که الان دیگه اصلا شما اجازه نداری زن حسابی بگیری بدون که بعد به جلو خون طرف بری به ننه بعد نشون بدی آقا اصلا قانون دارن مثلا میگه مثلا پول آمریکا که اصلا فرمول داره پول مثلا دو سال و نیم حقوق تو باید بدی یا همچی چیزی حالا نمیدونم دو سال و نیم یه, یه مقدار مثلا یه چیزی مثل مثلا 24 ماه زندگی بعد کار کنی بزنی گوگو کنی من نمیدونم چند ماهه ولی یه چیز وحشتناکه که که پول دایموند زن تو بدی که وقت بگی من زنم دوست دارم یعنی این نشون دهنده دوست داشتن زنت زن طبیعتا من زنی هم... دوست دارم که از اینو باشه هیپه که با یه چوبی راضی باشه منم از اون زنا گرفتم به فکر خودم بله به شما خواهم ببینه منم وقتی که زنم و ببین اینجا شما از کاسکو یا هر چی که خرید میکنیم بچه ها وقتی که میخوای رینگ بخری خب خب باید تو پست بفرستم برات دیگه وقت اندازه انگشت خب نمیدونی خب یه دونه چیز لاستیکی اینجوریه که از شماره یک تا مثلا چنم هم چهارده همجوری سایز های مختلف لاستیکی هست که اینجا میش کنی اون سایزی که فکر میکنی هست رو میکنی انگشته یه سی لاستیکیه سایز های مختلفه هشت نو ده یعنی هر نصف پو هم میره جلو تو آمریکا حالا تو اروپا شاید شماره فرق میکنه اینجا هست مثلا نو نه هنیم ده ده هنیم چون لاستیکیه بعد میشکونیش انگشت میکنه میگه آره این ایت فیت می بعد به طرف میگه آقا این رینگ رو شماره دوازه رو برام بفرست من این زنم که گرفتم کریستال خانم اون لاستیکیه رو بهش دادم اون لاستیکی که قرار انگشه کنی بعد بری یه گرون سفارش بدی ما دیگه گرون سفارش ندیم همون تو لاستیکی آقا بیا اینا گفت کیوت کیوت گای آی لوف یو اون بعد وقت این لاستیکی رو یک سال و نیم دستش کرد تا شکست من اینکه لاستیکی بود دیگه بالاخره خب من ادن به شما خواهم حالا بگه دایمند شویه اینه اون اونا اینه بگیریم اونه بگیریم اصلا قشنگ الان یک کردیت کار دسته چه خانوم هر کار دارش مخاب میکنه آخر ما میام میگم ببینم یه صفر اضافه شد به این کردیت کار بیلمو. گفت دیگه هست همینه دیگه گفتم کاش که دایمنده رو خریده بودم از اون بود دیگه خرجه رو باید کرد دیگه در هر صورت دولت روشن فکرها بچه ها تو ایران الان هم زنا کار میکنن هم مردا زندگی ولی ما هنوز معمولا نسل قدیم هم که دیگه تا آخر عمر رو بعد کار کنیم و هیچ هم به دادمون نخواهد رسید همینه I که mean منو, منو مونده ببین بچا اصلا به کمک شما ها من احتیاج دارم چرا بذار داستان تعریف کنم براتون ببین ما تو ایران هیچی که هیچی انقلاب شده همه چی رفت خیلی مفسد فلفلان و نونم چی حرف بعد ما که اومدیم اینجا از صفر شروع کردیم داستانه زندگی هم یه سریشون رو براتون تعریف کردم اون وقت یعنی خب ایران یه جوری سخت بود اینجا خب یه جوری سخت بود هم خارجی بودی هم زبون نمیدونستی هم تو سرت هم میزدن و همین هم بود و بعد دیگه بعد کار میکردی و درس میخوندی حالا چی. بعد شد و, شد و شد و شد ما یک امه داشتیم تو ایران این امم کی بود؟ نصف خواهری پدرم بود یعنی اینا از مادر یکی از پدر این, ما این تقریبا مادری رو من کرد یعنی ای من این زن رو واقعا دوست داشتم عکسش مثلا نور دیواره حالا بعدا میچرخون نشون میده هنوزم چلش همین چه وقت پیش بود واقعا هم این زن رو من دوست داشتم ماری خانم هم اسمش بود یک خانوم تحصیل کرده واقعا پر خیریه را انداخته بود تو ایران تو تو ایران هم زندگی میکرد برای بچه ها واقعا درسوز یک چهل سالم تو سفارت های سوئیس و آلمان و آلمان که فرانسه و میدونم آمریکا تو وقتی که آمریکا بود این فرانسه رو به فارسی فارسی رو به فرانسه ترجمه میکرد اصلا کارش این بود یعنی اصلا چه فکر کنم مترجم شماره یک کشور بود اگه شماره دو نبود یا را هرچی این زن واقعا یک حق مادری رو من داشت تو من مامانم هم بلو اینجا اگه بخواد بیاد تو شما ببینیمش یه حالی کنیم با از قدیمی ها. هیچی این خانوم اومد گفت شریار من یک وسیعت نامه مخوام بدم که تو ایرانم قانون ها رو شما خش... چون جوون ها خیلی نمیدونم من هم اصلا نمیدونستم این قانون ها عجیب غریبه اولا که تو ایران قانون اینطوریه اگر یه پدر مادر سه تا بچه دارن خب بعد از این سه تا بچه یا چهار پنج تا بچه فکر دارن خب یکیشون خب فوت کنه زودتر از بقیه خب اونی که فوت کرده بچه دار شده ارث خالهه نمیرسه به این بچه ها. اگه خالهه بعد از پدره فوت کرده قانون عجیب غریبی یعنی تو این حالته اما به تو چی نمیرسه چون مثلا بابای تو زودتر از خانم فوت کرده ما بابامون اینطوری بود پدر من زودتر از عمم فوت کرد عمم که فوت کرد چیزایی که مال عمم بود و قانون قانون ایران میرسه به خواهر برادرای زندهش اونایی که مردن کس من چطور شد این داستان بالاخره این اون بود تازه عمه‌ای که حق مادری رو من داشت واقعا هم داشت خیلی هم دوستش داشت خیلی هم من دوستش از موقعی هم که واتساپ پاتساپ اومد تو کار ما مثلا هفته یه بار با هم حرف می‌زدیم رلیشنشیپ خوبی هم داشتیم و از این حرفا و خلاصه خانم آیون این عمه ما فوت میکنه حالا یه وصیت نامم این بیچاره بدبخت 10 سال پیش من داده بود چریار اصلا من دوست ندارم حرف مرگ و اینا با فامیل بزنم ولی اما آقا ده صورت این وصیت نامه من قشنگ نوشتم به نام خدا تایپ شده همه چی امضا آقا بیا این وصیت نامه اگه اتفاق بر من افتاد بخوام طبق این دقیقا بعد خیلی هم چون کارش دقیق بود ده تا پوان به فلان کس اصلا یه سری آدم ها که من نمیشستم به فلان کسک اینو بدین به فلان کس کسک اونو بدین فلان بدین فلان بدی دو دنگ خونه بدی شهریان یه آپارتمان کوچولو هم تو تهران داشت بگذاری یک دفعه این امم که اف... اولا که تو کووید گرفت فوت کرد همین الان چلاش که چند وقت پیش بود چهار ماه پیش پنج ماه پیش با کووید فوت کرد فکر کنیم بچه تو ایران هنوز مردم از کووید میبینن تو رو خدا مواظب باشید اگه سنشون بالا باشه این آمپول مامپول اینا چی چی ایران میزنن کار نمیکنه ها این آمریکایی‌ها راحت کرده اون کار آمپول اینا کار میکنه حالا بگذریم یه دفعه دیدیم یه سری خواهر که اصلا ما به عمرمون او نیده بودیم از همه جا پیدا شدن <تصفح> سبز شدن مثل ماشروم نه البته سیل سیبین ماشروم اون خیلی خوبه <تصفح> اونا خوبه یه دفعه سبز شدن اینا آقا اینا چی اینا کجا آمدن اینا خیلی هم قشنگ گفتن آقا این وصیت به شما که قدیمیه گفتم وصیت نامه مگه شتی مگه قصاص که میگه شراب یعنی چی خب اینو وصیت نامه میگه نه حالا اول بعد ببینیم مگه چیز جدیدتری رو نشد چش که رو نشد بعد دیدن نه چیزی رو نشد گفتن نه ما کجا میدونیم این وضعیت نامه مال اون شخص میگه خب بابا امضا کردین نه این باید اه... چی چی بود باید مثلا فلان مله اونم چی چی فلان مذهری فلان کردن مح محز محزر بعد رفته باشه محزر گفتم بابا من بدبخت امم یه کاغذ رو من داده گفتی مردم اینو وردو و واز کن من که نگم کاغذ رو بکنم آقا این مذهر مالا مذهر برو جمعش کن سر کنه خب قبول کردم هیچ حالا جالب اینه بچه ها حتی اینایی که قبول نکردن اینو نمیگن اونو عمم ننوشته میگن آره این که اصلا نوشته عمت یه سری آدمایی که مثلا نمیشناسم اینو نمیگم تقلب کرده کسی میگه آره مال عمته اما چون نرفته مثر ما متاسفانه باید طبق قانون بنجو فلان فلان شده فلان فلان شده حالا <تصار> همه قانونی شدن تر این داستان که شد یه <تصار> دفعه همه قانونی شدن اصلا اینا قانون نمیدونم چی چی رفتن هر سو قانون کشتم خلاص دوستان عزیز من که میگم بعدم به شما خواهم گفت اینم یکی از اوناست خب تو رو خدا هر کی فامیل مامیل دارین دوست دارین فلان دارین از این ایرونی بازی ها من نمیخوام ننم حرف مرگ بزنم زنم برو جلوی ننه بابا پدر بزرگ هرگی نمیشه آقا بنویس بنویس برو من سر هر امزا کن هر چی میخوای به هم بده اینجا بنویس بعدا به شما نخواهم گفت هیچم نخواهد رسید بهتون ببینیم بچه یکی که میمیره اصلا عوض میشن مردم اصلا عوض میشن مردم یک کس دیگه میشن هر چی بهتون میگم کم گفتم من تو این من دو تا از این فوتا تو فامیلم جدید بوده که اصلا دیدم مردم از این رو به اون رو شدن خب همه چیز با دوستا فامیلا حالا دوست که چرس کنم ولی فامیل دارین اگه کسی دوستتون داره میخواد حالی بهتون بده تو رو خدا همه کارا رو بری قانونی بکنی یه کپیش به همه فامیل بدین قبل از اینکه طرف فوت کرده که دیگه نیا رو داستان بزنن اینا برای این که اصلا به به اصلا هر چی بهتون بگن کم گفتم نه اینکه کسی خیره باشه که یک چیزی از مرگ یه نفر بعد بیاد ولی اگر قرار بود گیرتون بیاد و با عشق قرار بود گیرتون بیاد خب چرا نیا این رو نمیدونم نوشتی خودت الان برای ما آره با من کارو کردم وصیتنامه دست لایر فلان من هر بلایی سرم بیاد البته بچه من مردم خیلی پولدارتر از زندمه <تصفح> من بمیرم اینشورنس میاد راحت خلاصه اینو خواستم بهتون گفته باشم که اصلا یه چیز عجیب اصلا موندم من یه سری گفتن اصلا برو اصلا تو این چیزای مجازی اینو بگو آبرو این فامیل رو ببرن چرا اینجوری دارن رفتار میکنن تو واقعا دارم بهتون میگم مثلا من موندم که چطوری یه نفر میتونه تو روی یکی دیگه واسه بگه آره این که مرده که هم هم دوستش داریم خواستش این بوده اما با خاطر یه سری قانونای عجق و عجق چون امضای مثلا مولای هشتم مثلا مال قزین روش نیست منم تعریف که من دارم پنجره میتونم آره. خلاصه دارم میگم مواظب این چیزا باشین بچه ها در زم منم کاری کنین کارا رو مثل من نشه بعد از فوت بابای من هم دیدم خیلی چیزا عوض آره بابا خود با تو هم که بابا این داستان ما هم داشتیم آره با... چرا چرا فکر میکنی یعنی اه... یه سری حادثه ها مثلا من همیشه چیزی که تعجب میکنم چون دو تا مثلا فوت خیلی بدجور دوباره من تو زندگیم بوده همیشه فکر میکنم که باعث باید بشه که ما هم بیشتر همبستگی بیشتر داشته باشیم نه بدتر به هم کنار اونوری میشه داستان برای اینکه روی اون رو کم کردی زیرش و آبگوش رو خب کمیش بکنیم وسط کمیش رو اوه بچه آبش خیلی خب ولی بذار کمش اوه کمش کن کمش رو کم کرد ببین من الان اصلا بخوام بچه ها بیا بیا اثر بیا ببین انا قشنگ اون قده من من اینم اینم اینجا براتون نشون بدم بیا اینم خودم از امم ببین چه خوشگل بود امم نگاش کنی ماری چه خوشگل بود وقت اصلا نگاه کنی یه عکس درست حسابی ازش به هم نرسید که من یه عکس قدیمی ازش داشتم که خودم مجبور شدم این عکس ها رو بدو بودو سانی آخر ببینید اینجا دونه دونه پرینت کردم اینجوری گذاشتم که یه عکس گنده ازش درست کنم سر چلش اینجا که گرفتیم اینو خودم درست کردم یه عکس درست ازش نداشتم ببین دیگه چقدر وضع خراب بود خلاصه بچه ها بهتون میگم که یه نصیحت دیگه هم من شنیده باشین حالا رو بذاریم بعدا اینجا یه نصیحت دیگه هم من داشته باشین که هر کاری با فامیلا از این حرفا میخواین بکنین الان بکنیم نذاریم بعدا بعد پروبلم میشه و مردم درو میشن و عوض میشن یک چیز عجیب غریب هر چی بهتون بگم کم گفتم ببین از هر سنی هم میشه وصیت من ندارم من چند تا گیتار دارم و یه چمدون دارم. <applause> دارم ولی کلا آره آدم وصیت نامه رو من بیدارم. من که واقعا بغن... من خودم حتی همه چیم ترجیح میدم که به اسم مهران باشه مهران خیلی مسئولانه تر برخورد میکنه با این چیزا آره آره اینا اینم برای بچه‌ها میخوام تعریف کنم فامیلی تراست هم. تو آمریکا خیلی چیز خوبیه تعریف کنم من آره. سیگار سیگارم بکشم آره. تراست حالا تو ایران حتما شبیهش حتما درست کردم تو تراست کاری که تو تراست میکنه تو آمریکا بر اینکه قانونای اینهریتنس رو از دورش بچرخن قانونی یه چیزی دیگه درست کردن اسمش تراسته بعد living تراست داری بعد revocable trust داری trust تمام اینا رو بعد همش داستانه مختلف داره اون وقت تمام وقتی که اینا زنده ان اونایی که خیلی پول دارن اسیتشون یا اونایی که حتی ندارن حتی منم تراست دارم بعد داشته باشی تو آمریکا ور اسیتاتون رو میذارین تو این تراست که اون تراست تقریبا یه شخصیه آره. از لحاظ قانونی مثل یه شخصه فقط زنده نیست این شخص رو کاغذه خب اون وقت اون شخص که شما رئیس اون شخصی چیزهای تو رو داره اون وقتی میمیری اون تراست که اون شخص غیر طبیعی یعنی شخص رو کاغذه اون زنده میمونه دیگه تو رفتی اون زنده است فقط پوینتینگ وکتر میشه آه. به یه نفر دیگه مالیات روش نمیدی تمام داستانی داستان که داستان مالیات رو نمیدی داستان. اصلا مال مالیات این داستان اصلا مال مالیات یک دو ما اینه که یه مگه انهریتن تکس نیست انهریتن تکس زیرو کولن توی چه کشور دیگه مثلا اروپایی میدونم که مثلا خیلی یه رقم بالاییه یه سری کشور عوض میشه بستگی داره کیا میان سر کار هی عوض میکنن این ولی با این تراس بازی اون وقت میتونی یه رقم خیلی زیادی رو بدی به بچه هات ولی با قانون های مختلف داره مثلا سالی چیکار میتونن بکنن چیکار نمیتونن بکنن هرچی هم این تراست ها کمتر بشه بهش دست زد قانوناش بهتر میشه از لحاظ تاکسی و اینا یعنی یه انتیتی, مثلا، انتیتی میتونی بگی مثلا این تراست تا ابد به اینو مثلا فلان بچه ها و اینا سالی مثلا 500 هزار دلار بده مثلا و نمیتونی اینو عوض کنی لیمیت میذاری یا این چیزا داره بعد باید رو بعد با و این کسانی که اصلا وجود نداره تو آمریکا کسی که پول حسابی داشته باشه و چاس نشه باشه اصلا وجود نداره آره وجود نداره بله خب ایران نمیدونم داستان چه بچا تو رو خدا اونایی که وکیلین از این دات بازی رو تو ایران هم راه بندازین برای چی برای اینکه این داستانی که سر من اومد یک مسخره بازی بعد <تصفح> چی بدتر حالا تمامی این داستانا دعوا چیه که یه مظهر نرفتی که یارو دو, دو مر بزنه روش خب حالا به یکی دیگه من داشتم داستان تعریف میکردم این داستانو یکی از دوستان مسنتر با ایران هم صبح تا شب بیزنس میکنه ولی از اون کسانی که شارپ تو بیزنس ها خب سالها با ایران و جاهای دیگه بیزنس کرده اینا خلاصه به این دوست ما تاشیم تعریف میکردیم گفت واسه شهریار تمام پروبلم تو اینه که این مذهری نیست گفتم آره دیگه وگرنه که دیگه کار نشه گفت میخوای بشه <applause> <تص یعنی به همین کشکی یعنی تمام وقتی که اونجوری داستان مسخرت این وریش مسخره است دیگه آقا دت آب که خب میگه مورو زمین من اصلا پروبلم همون نیست بابا اینو هم به من داده طرفم که میگه نه خودش نمیگه نه میگه آره اونو بهت داده ولی ولی اصلا موندم اینا اصلا حالا مهمترین چیز ولی که چیزی نداشت بیچاره تازه تو ایران هم اگه بخوای به ای... هم یاد گرفتم تو ایران اگه بخوای به کسی ارسیه بدی از لازه خونه به یک کس به خصوص فقط دو دونگ خونه تو میتونی بهش بدی نمیتونی همهشو بدی بقیه چهار تا دونگ میره به ورسه ها حکی هست یعنی تو یه برادر داری که دشمنشی خب و یه مثلا یه کسی داری که دوست داری تو دو دونگو میتونی به اونی که دوست داری بدی او چهار تا دو داره میره بلو برادره که دشمنشی <applause> بله آخه این چه لاهای کیری و تخمی آخه این چه بعدشه با باید. باید تا خودت زندهی به نام بزن آره با آره اون چه چیز دیگه آره اون آره. آره آره تا وقتی زنده ای بدی اینا اونو هم بیزاره من دارم آره بچا تا وقتی زنده ای اگه بدی اونا فرق داره من دارم میگم اگه یکی فوت کرد یعنی ناگهانی آخه آره. تو که که فردا آره. این عمه من خوب بود خوب بود خوب بود خوب بود رفت بیمارستان چهار روز بعد مرد اما هم که نه. تو فکر کنی اگه یکی که خارج کشور باشه چه چطوری میفهمی که مثلا عمد رفته بیمارستان خب یا هر کی که دوست داری شما صبح تا شب با واتساپ داری ما هم حرف میزنیم یه روز جواب واتساپت نمیاد روز دومم من نمیاد روز سوم یکی میگه آقا رفته آسمی تو روز چهارم خدافظ شما به همین آسونی <laughs> <applause> مگه که خب تو فامیل باشه اگه تنها باشم من آخرش ما زن بگیریم و نگیریم صد در صد و صد در صد هم یه زنی که دوباره من بعدن به شما خواهم گفت یه زنی که دستش به دهنش برسه بچه جون من راحت گوش بدیم به حرفم هم مرده باید دستش برای زنها هم دارم میگم مرده دستش به دهنش برسه از این زن باید دستش به دهنش برسه اینجوری یک همسر یک زندگی مشترکی با هم شروع میتونیم بکنیم که دیگه بعد آقا بالا سر حالا نمیگم حتما آقا خانم بالا سر داریم آقا بالا سر داریم برای خود درست نمیکنیم. برای اینکه این عشق و عاشقی <تصفح> همخوابی خوشگله خوشاندامه نمیدونم اینجوری سیکس پک داره از این حرفا دیگه خیلی میخوام با اینا گفتم قبلا براتون خیلی بخوام نایس باشم باهاتون میگم ده سال خیلی داری تازه آوانس یعنی دارم میگم دو تاییتون هم اصلا به طور مریضی حشری هستی یعنی یعنی اصلا مریضی دو تاییتون خب بعد چیکار که آدم اصلا باید یه بعدش دیگه همین دیگه بابا بعدش که بعد میدونی میاد از سر کار میای تو سر خودت میزنی میری اصلا حال و حوصله این کارا رو دیگه نداری بعد اونا که ریخت خب اتفاقی که میفته مثل جنگلی که تابستونه همش برگ دیگه خب جنگلی که نمیبینی چهار تا درخت جلو رو میبینی و پر برگ و اینا نمیدونی داستان چیه پشتش بعد یه پای زمستون میشه این برگا میریزه یک دفعه باشد. من میگه اولی شت اینه داستان اینه بعد اونجاست که چیزهای دیگه خیلی مهم میشن که اون وقت دیگه طرز فکریتون اگرم حتی نمیگم طرز فکریتون باید یه جور باشه باید یه جوری باشه که حتی بتونی راجوش بحث کنیم مثل بچه آدم خب اگرم یه سری طرز فکریتون مثل هم دیگه نیست چطوری میتونی کنار بیاییم با هم اونام مهم میشه بعد بعد فامیلا وای, وای وای جوون که اصلا میگه اصلا من مهم نیست برای مامانه چی میگه مهم نیست برام بابا چی میگه اینا مهم نیست اینا میاد تو بابا اینا میاد تو برای که بعد بچه دارم چه خب مادر بزرگه میاد میگه من میخوام بچه هم ببینم خب نمیگه بگه خب مادر بزرگه بابا پدر بزرگ مثلا نبینم بچه رو خب دیگه بعد وارد زندگی شدن دیگه بعد بچه هم پا میشه میره حالا ماهی یه بار هفته یه بار فلان اینا اونا شروع میکنن بچه تربیت کردن اگه از طرز فامیل یا مثلا فلان مثلا یا شوهرت یا زنت اصلا خوشت نمیاد بستان. یادت نره که اونا بچه تو رو تربیت خواهن کرد <تصح> چه بخوای چه نخوای که پاچه برداره بگی نه، نه، مثلا زنم نمیذارم مثلا مادر پدرش بچه همو ببینم خب پس یا ای تمام این داستانهایی که اول اصلا به کل فرعی بودن مهم نبودن اصلا تو فکرش هم نکردی برگا که میریزه اینا شروع میکنن اومدن و اصلا مهم میشن و اصلا داستان اصلا سین اونطوری میشه بعد, بعد سخت میشه داستان خیلی هم سخت میشه دنیا دنب... امروزه فکر کنم داره سخت‌تر و سخت‌تر میشه رابطه نگه داشتن به حالت سنتی و خانواده میدونی تو اون چارچوب یعنی مسئولیت و فشار ها نسل ماها خیلی سخت در همسن سال ماها یا تو جوان میتونن خونه بخرن یا تشکیل خونه دارن یعنی که واقعا یه کار خیلی خوبی دارن که قشنگ تا پنج سال یه تضمینی توش هستش یعنی فشار قدیما میگفتن the golden era حداقل در مورد آمریکا حالا آره، ایران آره، آره، نمیدونم که آره. یه تو حقوق معمولی میتونستی یه خونه تشکیل آره، آره. بدی حالا آره. نمیشه الان به, زور. الان به الان اولا که خب یکی از دلایل خیلی معمولیش حالا دلایل دیگه رو نریم جلو یکی از دلایل خیلی معمولیش چیه موقعی که من به دنیا آمدم سه بیلیون آدم تو دنیا بود تو سرش میزدی خب؟ الان هشتیم داره میرون رو نه آمارای مختلف هم نگاه کنی خب فقط هیچ چی دیگر رو نگاه نکنی همون زمین رو دو نفر دارن روش بیت میکنن جای یه نفر just looking pure numbers حالا نمیگم چیزا مختلف just double the people or close to triple the people بو با اصلا جایی مثل کانادا که اصلا کشور به نظر من تخمی یعنی ارزشش میفهمم چرا مثلا نیویورک گرونه میفهمم چرا ال گرونه میفهمم چرا لندن و پاریس و برلین گرونه ولی مثلا کانادا نمیفهمم و قیمت یه جوری اینقدر مسخره است حالا بگذارن کلی داستانای آدمایی هستن که از ایرانی و چینی و روس و هندی گرفته پولا که میان میخرن ساختن آره. و فلان بعد همینجوری خالی هم میمونه آره. تو خوشون هم نیست اصلا ارزش اجاره نمیدن خاصی هاوزینگ کرایسیس خیلی جدی الان تو کانادا داره هستش شده. آره خیلی بدجور یکی هاوزینگ حتی ها گروشری هم خیلی الان توش که چهار برابر گرونتر از اینجاست تو میخوای بری خرید چهار برابر چهار برابر گرونتر الان از آمریکا مردم مرز رد میشن میان آمریکا غذا میخرن و بنزین میزنن بعد برمیگردن تو کانادا اینقدر گرون شده و چون همه شهرهای اصلی کانادا رو مرز آمریکا رو مرز تو تو خونه میخوای بخری الان تو کانادا یه آپارتمان آشغال با یه میلیون دلار خب این واقعا اشغاله یه میلیون یه موقع خیلی پول بود بالا هم الان برام خیلی پوله و بقیه شما توی الان دوستایم که مثلا توی این داستان ها هستن ما که نداریم از این پولا ولی میدونم آدمایی که دوستایم که تو این داستان ها حسن رو برام تعریف میکنن میگه آقا تو تو خونه میخوای بخری مینیمم مینیمم 5 تا 15 درصد باید اوور بیت کنی از قیمتی که گذاشته آها آره چون آره. تو سه برای هر سه نفر, نفر. آره. چون انقدر دیگه زیاد خرید رقابت زیاده برای آره. و خونه های ارزون متاسفانه ارزون منظورم مثلا از بین چند صد هزار دلار تا یکی دو میلیون دلار منظورم دیگه بالای دو سه میلیون دلار فرق میکنه ولی ای تو این این میشه خونه که مردم میتونن آفورد کنن بین چند صد هزار دلار تا دو میلیون دلار معمولا یا یک میلیون دلار می منظورم چه یه... یه یه, استاندارد یه کاندو یکی آقا میگه یه آدمی که حقوق داره خب نه فکر کن دیگه آخه بلکه بعد دو از دو که بری بالا دیگه حسابی باید پول در بیاری ولی که هم زیر دو باشه رقابت بیشتره آره چون آدمایی که بله اه... یه... بله یه اصطلاح بود توی سریال ساکسشن خیلی با مزه است میگفتش که بدترین چیز تو این دنیا اینه که پولدار فقیر باشی پولدار فقیر و میگه مثلا پولدار فقیر اون که مثلا میدونی دقیقا رو مرز اینه که <applause> <applause> میتونه مثلا یه خونه آره. بخری ولی آه... پولدار فقیر میدونی چیزی که یه خونه مثلا تو وست لس آنجلس داره ولی پیچک نداره که بخواد گروسری خرید کنه اسیتش شده داره بخواد بفروشه هیچ جای دیگه نمیتونه خونه بخره خونه ها رو داره ولی هیچ چیز دیگه بخره آقا چرا راه در... نسله... دور میری همین همین داداشی که جلاد نشسته من این خونه خودم الان نمیتونم بخرم من خونه خودم رو نمیتونم بخرم من همین جایی که الان تو شیشه سیمو چون که شانسکی تخمکی یک زمانی خریدم که درست لو مارکت بود یعنی اصلا تو گراف نگاه کنی درست دریوتیو اونجا زروه من دارم نگاه میکنم میگم آقا دادا شما تخمی فکر کنی من آینده رو دیدم و نمیدونم حسابا کردم چون رفتم ام آی تی این چیزا رو میفهمم کون گیج بودم کوینسیدنس بود تاس ریختیم یهو جفشیش اومد بعدا میگی این جفشیشه رو من میدونستم داره میاد کجا میدونستی داره میاد ولی هیچ وقت مثلا برات بی... <applause> تو این پس مثلا <applause> برات نمیشه یه مثلا اینجا بفروشی بری شهر مثلا نه وقت اگه اینجا بفروشی دیگه نمیتونی خب برای که همه چی هم اومده بالا ببین وقتی که تو فکر روی چجوری بهت بگم روی یه قایقی تمام آب اومده بالا خب تمام قایقای دیگه هم رفتن بالا با آب دیگه باید بفروشم من برم ایران مثلا من بفروشم برم مثلا مکزیک بعد پاچی بری یا مثلا بریم مثلا یه شهر مثلا عجیب غریبی تو مثلا آریزونا مثلا نه حتی شهرهای بزرگش یعنی بالا رفتن جوری شده که یارو مثلا خونش هست 5 میلیون دلار ولی در حد 5000 دلار نداره در ماه پول آره اون, اون کاملاً, میشه. کاملا میشه کاملا میشه خصوصا اگه داستانش با... مثل من بوده یه دفعه رفتی دا... دا... خونه گرفتی یه هایی رفته, های رفته, رفته بالا خب اون وقت کاری که باید بکنی خب ها بعد کاری که تو آمریکا مردم میکنن چون خونه رفته بالا قیمتش فکر خونه یه میلیون دلار بوده حالا خونه شده دو میلیون دلار خب تو هم خب لون و اینا و رو گرفتی رو یه میلیون دیگه حالا مون هم پولو داری میدی بعد یه دفعه بانکه میاد میگه قیمت خونت الان دو میلیونه خب بعد کلمه انگلیسیش میشه اکویتی یعنی چی یعنی تو تو این خونه یه میلیون دلار پول نقد داری یعنی چی یعنی من هر ثانیه این خونه رو بفروشم اون قرض بانک رو میدم که یه میلیون بود یه میلیون میمونه تو جیبم پس یعنی یه میلیون من دارم یه جورایی That's the problem این میگه بدی یه میلیون داری داری یه میلیون داری خرجش کن بخور ولی این یه میلیون رو نداری مونوپولی ولی اون میگه داری یه جوری هم کنویست میکنه که داری او میگه دارم من میگم داری خوبیت نه هره باردی که خب <تصفح> 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 بعد یه دفعه چی میشه تو میری از بانک پول قرض میکنی روی یه میلیونی که داری ولی نداری هی میاد خونتو میگه خونت قیمت خونه که افتاد اون موقع نشستی با تمام این قرضا این دیگه. ولی خب باید نگهر داری خودت که این کارا رو نکنی. میفهمی؟ هی هی کنی. هی بگی نه. هی hey, بگی نه. سو so. اینا هم خب کی به این جوونا یاد بده این چیزا رو. خصوصا وقتی که اینجا تو بزرگ نشدی، خودت تازه اومدی اینجا با دو تا چمدون حالا از کانادای جای خود رسوندی دیگه بلد نیست اینجوری که این چه اگر کسی میاد نیسی... من میشه پیشنهادم اینه که با رشته رو انتخاب کن بیاین که میدونید مثلا الان کامپیوتر رو این این چیزی که پوش پول من تنها دوستم که الان ورزشون خوب یا کامپیوتر یا پزشکی این دو تا واقعا الان وکیل همیشون. وکیل اگه بتونه وکیل از... لاسکول اینا آره،, آره، آره، هم آره. هم پزشکی هم هم وکالت آره. با دوباره سری دوره و بار اگزم و فلان اینا بره از اول آره ولی کامپیوتر بیشتر این چیزی که الان دو... من دوستایم الان دو بین من دوستایم که تو کار کامپیوتر هستن از از پولی همه سکیور ترین یعنی... کامپیوتر خوبه اصولا مهندسی خوبه یه تست خیلی خوب باید راجع به درس دانشگاهی با خودتون بدین اینه که تو الان فکر کن اون لیسانسی رو که تو داری میگیری رو داری امروز داری یا اون مستری که میخواد بگیری رو داری یا اون دکترایی که میخوای بگیری رو امروز داری چش تو ببن فکر کن داری حالا چی کام میکنی نگو حالا من اونو بگیرم ببینم بعدا چی میشه حالا چی کام میکنی اون که مثلا به تمام اینایی که اینجا میرن سایکولوژی میخونن آن گریجوئت میگم تو همین امروز دگری سایکولوژی تو جیبت باشه کجا میخوای بری کار پیدا کنی هیچ جا That's the problem. پروبلم اینه که شما دگری که میخوای بگیری رو اول ببین با این دگی میخواید این دگی چه نونی بهت میده اگه نون بد نمیده اون وقت از حالا برنامه ریزی یا یه کار دیگه بکن یا اونو نگیر یا خب ادامه بعد بدی یه کار دیگه بکنی از این حرفا برای خیلی خ... اصلا فکرش هم نمی کنم یه قاره بخواد چیکار کنی با این دگری من خودم که فیزیک خوندم فیزیک خودش یکی از اون دگری ها بود که با اندرگرادجویت یعنی با لیسانس تو کاری به اون صورت نمیتونی باش بکنی یا بعد بری مستر و پی اچ دی بگیری یا بری یه انجینیر دیگری دیگه بگیری مکانیکال انجینیر فکر بتونی کار کنی باهاش خب باید چی باید دیگریت کاری باشه باش میتونی چیکار کنی کامپیوتر ساینس امروز خوب دیگریت کاریه تا میای بیرون یه کمپانی کامپیوتر هایرت میکنه دیگه حالا سوال حالا اینه که آدم به, به چه قیمتی واقعا پا میشه یعنی بعضی میگن من برای به هر قیمتی شده من اون آزادیو که میخوام بچشم حتی حاضرم بیام تو آمریکا بس برد زندگی کنم حتی کشور آزاد باشم اپورتونیتی کاست دیگه آره. یکی میگم من توی کشوری که توش یک دولت مستبد و زورگو و آه. همش سرم میزنه کتک هم میزنه میزنه من زندان آره میتونم اینجا بمونم مثلا زندگی اونجوری به چهار خونم. ولی ترجیحا بیام توی آمریکا مکتونات کار کنم ولی آزاد باشم یعنی اونو قابل توجیه هست برات یا نه میگه تو ایچ در اون هر کی هر جوری که منشه خودش بهش میچسبه آه. اونم خیلی سختیه سخته آره چون جواب خیلی صفر و صدی نیست داشتش برای اینکه اولا این کسی که داغ دیده است اون داستانی که رژیم میاد تو زندگی خب براش داغتره اون کسی که خب رژیم میگه خب هست اونا برای با من کاری ندارن اون وقت اون شخصی که رژیم باش کاری نداره ولی از دید این رژیم بعدش میاد اون سر فلسفی که از این از از نداشتن آزادی تیوریتیکلی بعدم میاد تئوریتیکلی بعدم میاد پس از اینا بعدم میاد ولی اگه رژیم باد کاری نداره کار خودشونو دارن میکنن تو هم داری کار خودتو میکنی وقت برای اون شخص فرق میکنه این دردش اگه تو مار تو رو گزیده خب دردت خیلی بیشتره خیلی هم کاشستری ولی یه چیزی بگم آقا تو, تو این آمریکا خب آزادی بالاخره نمیتونیم بگیم نیست حالا هر چقدر هم بخواد سر آمریکا بزنن یه سری آزادی ها رو داری من خب میبینم دیگه اینجا زندگی کردم یه سری چیزا رو اه... به خودشون نمیتونن اجازه بدن علنا بکنن میکنن ای ببین اما بلایی که سر پدر عزیز ایشون اومد نه تولدشه خب امروز یا نو وی امروز فردا آره. من هم علکی اسم گفتم اومد تو سرم آزادی تا چه حد از که شما تو... تو سلیف... همین برده مورگیج تی دیگه آره برده دیگه. یعنی این تو تو نمیتونی یه ما سکیپ کنی آه آه یه ما پول خونه یه بردگی, بردگی رو با یه بردگی, بردگی دیگه حالا بعد بر... منظورم اینه که هم اپورتونیتی کاسی کوتی هم کلمه درسته بیه کدوم یکی از اینا رو تو بهتر میتونی تحمل کنی فکر نکن حالا اول پادت اون چوبی گرفته تو چونت بابا با انتخاب کنی آقا آره جراد یه جوری باز میکنن آره. سایزای مختلف مختلف شیپ های مختلف از یه یه چیزی میره تو شما همین الان که من دارم با ما حرف میزنم یه چوبی آریدی از یه جایی ول شده در حال سفر به ما تحت بنده است داره میاد حالا من نمیدونم که یو پی اس دلیور بکنه در رو کنه چوبه چوبو آقا ما ها آماده ورود در ماتت شما هستم اجازه نمیخوام ازتون دیگه داستان یعنی ولی میگم هزار تا چیز میگن مستی و راستی من امشب میخواستم مشروب نخورم ولی یه بیر به خاطر احترام برای شما الان میخوام بخورم فهم. این هم این. ما این هم از این یه شب که بخواستیم مشروع نخوریم م... به این چیچه تو هر شب خرمست یه شب ما اومدیم اینجا با دور می. <applause> دیگه بابا همراهی نکنی دیگه واقعا راست میگه حالا امشب حالا امشب <applause> دیگه اون دیگه اصلا داستان عجیب غریب میشه بیا بریم یه بحثی که آ... که قاطی میشه توی این بحث بحث خوشبختیه شریار و این جوابی که ما از اول پادکست و الان با هر کی صحبت میکنیم یکی یه نظر میده یکی یه حرف میزنه بگو چی میخوای بگی آب سلامتی چیرز بتون نه نه این آماده نیستم من چون الکولی هم اجازه بدیم اجازه بدیم اجازه <تصحت> بدیم آره <تص> این آب خالی جواب نمیده یه ذره ببین اینجوری میکنی اینجوری میکنی ببین اولا الکولی که هستی و چا اینجا. این ببین اولا اینم یه دونه تکیلا مال کاسکو خیلی خوبه اما خیلی کاسکو بعد, بعد میریزی این تو خب این مثلا این شد دو تا شاد این شد سه اونس این مامانه اگه بیاد من مشروب نزدم <applause> ببینی اگه فکر کنی که شهست هفتاد سالشون میشه از ننتون نمیترسین گو خوردی تا آخرش ننه نمیترسین <applause> خب این تریکش میدونی خوبیش چیه این تریکش بچه ها چیه اینو میریزی اون تو اون تو اون که دیگه نمیفهمه تو خرمستی <تص Hayır> ما ها میفهمی شما ها میفهمی نه 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 نمیفهمی بعد دوتا چرتپرت هم که میگی باز چه چرتپرت گفتی چرا خود تو بگو رو میگی کچه علی شب آقا بیزه برای ما خوشبختی بگو حالا این سوال رو هم بزنیم رو دوباره, دوباره همین بزنیم بچه ها اینها بیا باسا یا آبگوشت الان الان براتون یه همین میزنم اوه اوه چه خوب اون کمش کنیم چه عالی به به چه آبگوشتی چه آبگوشتی به به لی مهمانی بچه ها دمشگر به اصلا تاپ دبست نون چنگا کم داریم دیگه نه؟ بله، وسکه خودتون آوردینسن. اینم میارم اینجا. تاپ بست چیرز. این اینم اینم میدونی چیه بچا؟ این یه بیریه مال خلیسکو. حالا خلیسکو جاییه که یه که، یه سیف فامیرای زنم از اونجا میان مال مکسیک همون ستیتیه که تکیلا ازش میاد. خیلی هم خوشمزه نوش. بگو بگو از خوشبختی رو بگو خوشبختی چیه؟ من نفهمیدم یکی... چرا 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 همیشه آدم یعنی بالا میرم پایین میرم شهر یا. پیش آدم پولدار موندم پیش آدم فقیر هنری فلان بیزنس وال استریت وکیل آه... هر چی فکر کنی ولی انگار همه یه جوری دق دقیقی دارن که اون بار هستی داره لهشون میکنه و یا همه دارن یه جوری دیسترکت میکنن خودشونو که یه جوری خوشحال نگهتم خوشبخت بمونه اصلا اصلا وجود داره اصلا این کانسی، اصلا اصلا, اصلاً میشدم حالت مدام و کانسیستنت خوشحال بودم یه بار راجب این داستان حرف زدیم حالا اون خیلی چند سال پیش بود که برمش... این, این, این تو هاروارد کلاسش هم رفتم بن بن نم چی, چی طالب بن بن طالب یهودی هم از یارو مال اسرائیله راجب هپینس هپینس نسیم طالب نسیم طالب اونو میگی نه نسیم طالب نه اون تو اون اون بلک سوان بود نوال حریری میگی یا کی میگی بگو بزن الان گوگل چکن بگو هپینس پروفسور ات هاروارد بن بن طالب بن بن حالا اسمشو میگی حالا بگو داستان کانسپتش این آقا هپینس اساس استادی کرده و واقعا یه کتاب نوشته که من کتابش خوندم واقعا اگه فرمولای یارو رو برین جلو نزدیکتر میشیم به خوشبختی تو زندگیتون واقعا فرمولاش به نظر من کار میکنه خلاصه یه فرمولاش هم اینه که نه. نه بن یه چیزی بزن هپینس پروفسور هپینس پروفسور از هاروارد هپینس پروفسور خلاصه yes. این yes. چیز بزن بیا مستی و راستی بدون الکل خیلی دیگه آره ما هی میخوام مشروب کم بکنیم ولی نمیشه دیگه مستی و راسی کار رو من میخوام کمتر بکنم <applause> هر دفعه میگم بیشتر میکنم اون کارو ببین اگر شما یک گولی رو داشته باشی تو زندگیت که این گل تو احساس کنی مهمه اینا خیلی با حرفای که زدم دقیقه ها یه گولی رو یه, یه مقصدی رو یه هدفی هدف رو داشته باشی و تو احساس کنی این هدف مهمه نه اینکه ننه قمر و مادر زن تو اینا رو نمیگن خودت و اینکه به هر روز احساس کنی به، به،, به, به, یه ذره به این مقصدت نزدیک تر میشی این یکی از پایه های اصلی هپینسه برای که تو زون حواست دیگه پرت هر روز فکر میکنی من یه کاری رو دارم میکنم یعنی یه کار مهم می رو تو باید تو زندگیت بکنی این برای که من خیلی دوستا و فامیلای شدیدن پولدار دارم که پول از ننه بابا بعضی بهشون رسیده بعضی دوتا کمپانی فروختن دوتا دات کام زدن پول درآوردن دوتایی میشنسیم از اون اشخاص اینجوری خوشحال نیستن حالا بگی اونی که کار که اونی که یه عالم پول از ننه بابا بهش رسیده اون دیگه چرا سلامتم هم از یارو یکی از دوسته بچگی خودم والا حضرت علی رضا زد گلوله زد تو خودش کش خود شد نمیگم هم پولش وحشتناک بود ولی از من و شما بیشتر پول داشت و چی مقامم داشت و چی خوشتیپ هم بود تازه بعد فامیلش رو <تصفح> آدم حسابی بود <بیده. تصفح> هاروارد هم درس بخون یارو دیگه <تصفح> ببین هی hey, هی hey. اینا رو چک کن دیگه مردی که چی میخواستی تو زندگی یه ان آن هپی بذارت خود پدر اون زن در اومد فکر, فکر مادر اون باشه هنوز خوش چه صاف صاف نگر میداره چند وقت پیش هم تولد ایشون بود تو لس آنجلس ما رفتیم حالا اون داستان رو بعدا براتون یه روزی که تعریف میکنم <تص> اونم داستان خندداریه هم داستان خندداریه ما هم وارد داستانم بودیم کجا بود پرچمه رو ورشم بردم <تص> یه رو اسمش رو چاپ کرده بود رو پرچم ایران حالا پرچم گوشته بود آخه رو پرچم که اسم نمیذارم قرون رو ادوه رو پرچم پرچم با هر با... حالا میتونی بخوری نمیتونی بخوری همون کورا به من مربوط نره ولی داشتم هپینس رو میگفتم هپینس رو میگفتم آره و این این داستان بن طالب ای اسمش بد از سک بن شاهر اوه اوه آره یه جوره یه جوره یه چیز خوبی داری میگه بگو بازم طالب بن شاهر خودشه تلبن چهار تلبن چهار که کتاب هپیر یا هپینس نوشته اون اینو تو که ها. ها این اصلا خود براتون گفتم یه بار این دوباره تکرار میکنم برای نسل جدیدتر آره. اصلا موقعی برس... که ما شروع کردیم تا حالا یه نسل مرده آره. آره. <تصفح> این داداش حالا تونجه که داستانش یادمه این داداش تو سکواش یا یه همچین چیزایی قهرمان اسرائیل شد اول این به خودش میگفت اگه من قهرمان اسرائیلی بشم تو این سکواش چیزیه یا آره یه همچین چیزی نه بدمینتون نبود سکواش همچین چیزایی چه آدم خوشحالی میشه و شد قهرمان اسرائیل شد و دید دو روز بعد خوابید گفت از این بالاتر کجا یعنی دو روز تون یوفوریایی که من قهرمان ایسائرم اینا گفت ها می پرواز بگم شب این حسی که من هر شب تو تور با یه دختر خیلی خوشگل خفن خفن میریم با هم هتل و فلان هوتل. و داستان میگه این دیگه خودشه این این خودش از این بهتر نیست این دیگه این 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 وقت یه کرد تو گوشم انگشکت مثلا تو حلقم اینجوری این دیگه نیده بودم این دیگه <تصفح> <تصفح> خلاصه بگو ادامه داستان رو بگو این رفت و قهرمان شد دو روز بعد 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 دو روز بعد گوهانا من قهرمان اروپا بشم ها. اون درسته خلاصه این هی قهرمان بعد بس که اصلا بس که قهرمان دنیا هم شد یه همچی چیزی حالا بعد داستانش تو رو چدا نمیاد یعنی هی دید این هپینس یه چیزی مثل آبیه که از دستت میریزه هی نگه هم میداری پنگ دقیقه تو دستت بعد دوباره میریزه نمیتونه نگرش داره اونجا بود که خب پسر باهوشی هم بود فکر خب من این, هپینس چیه که فراره که من تا میخوام بهش برسم مثل سایه اما من در میره بعد شروع کرد استادیش و کتابایی که نمیشه به نظر من اگه اجرا کن بتونه یا اجرا کنه آدم میرسه به هپینس به نظر من و احساس نمی کنی شاید یه یه مسئله جهان نزدیکتر میشی یه مسئله جهان اولی نیست یعنی کلا این واسه اون که جهان سوم داره کونش پاره میشه داره فقط چون کار میکنه هر چیزی گرینو میشه وقت نداره فکر کنه اونقدر این دغدغه خوش ممکنه احساس ناراحتی از این بکنه که خب معیشتش مثلا همیشه در خطر فلان ولی این فکر میکنم یه حالت بس منم یه ذره شاید توی جایی ربط به آدمی شاید چه مرفع بیده یا آدمی که توی یه کشور آزادی زندگی یا یه کار و حقوق و خونه و مورگج یه مینیمال یه چیزی داره که روی اون روتین یا اون رت ریس به قول معروف توش هستش و خودش هم آگاه به این تو تو الان مثلا آگاهی به این موضوع تو الان نمیتونی بکنی بری من اصلا من تو خود داستان اصلا, اصلاً رت هم من اصلاً. تو خود رتی. اصلا خود رت خود رت من هم اصلا چی بی من اصلا آنده چند وقت بیشتش مرگ موش بخوردم همینجی خود داستانه خود خودشه <applause> یعنی پس میگم دیگه یعنی حالا آم... آدم حالا هر چی آدم مشروب میخوره میره میره کسبازی میره نمیرم تو سکس میره تو مواد میره تو هر چیزی یه جوری یه جوری خوش خالی میکنه و اون روزی که دوستان بحثش بود که میگفتم من هر از گاهی سعی میکنم سالم شم و صبر شم و اینا خب از این کارا نکن نه حالا گوش کن بعد این دوستای سوپر هلسی مثلا فلانی که اصلا هیچ شیطنتی نمیکنن خیلی هم بچه ما یا محترم و پر از ولی اصلا ها خیلی حوصله سر سربرم این مناتو تو هر شب یه داستان یه اکشن این میری این این واقعا اون لحظه‌ای که با تو دارم با رفقای خوبم مثل تو میای میگیم دوره هم هستیم این چند لحظه الان دیگه من بیرون از این خط این به چیزی فکر نمی کنم. الان همه همه ام وجودم ام همه ام فکرم اینجا حضور داره تو این لحظه با تو و کیارا اصلاً اصلا به این الان فکر نمی‌کنم که من باید ایمیل به با کی بزنم یا مثلا مامانم چه یا اون دوست خرم چی شد یا پول چقدر بده یا نیستم یا نیستم میرم فکر نمی‌کنم. الان فقط میگم مامان اینجا تو داری میگیم و میخندیم و داریم پادکست هم ولی این این لحظه منو به شخصه خیلی و همیشه مثلا کنم دیگه گنده داشتیم و و, اینا و... میگم توی این دورانی که آدم خوشحالی من چندین باریم تکرار کنم تو پادکست این چند این یعنی چیزی که تو تجربه میکنم تو سفرام اینه که توی ی، 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 ی یه یه شیرد اکسپریانس یه 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 چیز مشترکیه که یعنی یعنی لذتش خیلی بیشتر میشه وقتی ما میتونیم آب رو با هم بخوریم تو تنها توی کاسه این اصلا یه سوپاپ خیلی قویه اولا گیوینگ گیوینگ اینو اینو بچه ها اشتباه میکنن گیوینگ خیلی باحاله چی میشه مثلا تو رو خوشحال میکنه بخشش یا بخشش نمیشه به اشتراک گذاشتن دادن یه جور دیگه آره تو که خوب دادن بخشش میشه آره ولی کنه بهتر آره بخشش. بخشش بخشش ولی بخشش نمیدونم ب... نم. چرا بخشش به نظر من یه احساسی داره که مثلا تو بالایی داره آره یه ذره انگار کاندسر دیگه مثلا آره اینجوری میکنه من اصلا حال به حال به حال بدی آره حال دادن دیگه خب من توجه کردم وقتی حال میدم گرچه که من دارم مثلا خرج میکنم من وقتم و هم مالم و هم با... غذا اینا ولی حال خوبی بهم دست میده حالا خوبی بهم درس این گیوینگ این یکی از یکی از... از, از چیزایی که همین مرد که راجبش حرف میزنه حالا بعدا می نویسیم اسم یارو رو براتون دو رو دو دوباره اگه یادتون رفته از دفعه پیش دفعه پیش که مثلا 6 7 سال پیش <تصح> <تصح> ب... ولی از همه حرفا بعد باز... از اول شروع کنیم از اول من از اول کل داستانو از اول تعریف ولی این 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 گیوینگ خودش خودش یه حالتی داره بعدش هم اتفاقا امروز داشتم راجبش فکر میکردم که اگه یه گروهی اگه یه گروهی دوروبر خود جمع کنی که یه سری خصوصیت های با خصوص داشته باشن در هر لول زندگی که هستی این گروه یه سری اشخاص به خصوص میخواد خب که توش باشن یعنی اینا کرکترهای که یه رولایی توی تئاتر زندگی تو بازی میکنن تو قشن خب برای اینکه همش تیاتره anyways <laughs> خب life is but a stage بارو بارو. definitely خب منم دوست دارم break the, the fourth wall اینجاست بعد این تو این تئاتر زندگیت خب و گروه های مختلفی که داری اگه یه سری آدما باشن که یه سری حالا اونم اونم نمیخوام پرسکر... یعنی خیلی نسخه بدم که دقیقا اینجوری باید باشه ولی همجوری دارم مال خودم رو بهتون میگم حالا مال خود تو شاید یه فرق داشته باشه خب ولی من حالا خیلی راحت بگم تو این گروه همیشه یه خیر مالی لازمه یعنی این تقریبا جوکره یعنی تقریبا تو, تو تمام گروه ها این شخص اگه باشه کمک میکنه به داستان نمیگم بدون اون نمیشه ولی یه خیر حالا خیر مالی داریم یارو میلیون ها دلار پول داره یا یارو مثلا پول مواد جمع داره 200 دلار خب <تصفح> حالا هر موادی <تصفح> یعنی حالا مواد ممکنه غذا باشه ممکنه یه سخفی <تصفح> باشه لازم نیست حتما در این که منو این پیاده کردیم باشه که زیادیه ولی میگم اینجوری این یکی اینطوری میخواد خب بعد یه دو سه تا باشن که بعضی وقتا مثلا این پسر این کارو خیلی خوب میکنه نترولین یه ذره از داستان معمولی خارج باشه چیز معمولی نباشه یه, چ... یه کسی که بره از یه جایی یه چیز دیگه بیاره یه ایده های دیگه بیاره تو داستان آدم های مختلف برخورد کرده چیزو بیاره یه سری از اون... از اون داستان ها باشن و... آفکورس کورس که تا میتونین اینا حقیقی باشه حالا هرچی حقیقی به نظر خودتون هست البته ولی اینا حقیقی باشه بعد بعد پیدا کنی وقتی که این مثل غذا میشه این اینگریدینت ها که میان تو هم جمع میشن بعد یه گروه میتونن درست کنن و تو گروهی که تو خوشحالی تو تنها هیچ و خوشحال نیستی تو یه قصرم داشته باشی وقتی که آدم نمیاد پلود من فکر تو یه قصر طلایی دارم زندگی میکنم یک نفر از در این قصر نیاد تو یه فکر یه روبات هم بیاد صبح تا شب جلوم خاویار بذاره و هر دلم بخواد هیچ کس هم نیست غیر ممکنه من بتونم خوشحال باشم من حالا یه نفر مرتاز هندیه که اصلا نمیدونم با, با وجود با هستی اونا رو ول کنم <applause> من اونا نمیدونم چجوری رسته اونجا اونجایی که ماها هستیم آدم لازمه ببین جمله که زیاد میشم توی پادکست با... امروز فکر میکردم به این داستان که یه سری یه سری اگه تمام گروه های کول دنیا رو تو برداری آبشون رو تبخیر بکنی یه سری المنت های این کامن دارن که گروه ها میدونی یکیشون اینه که یه خیر لازمه یک دمی... مثلا فکر کن تو حتی فامیلای خوشحالم که نگاه میکنی که چیزه فامیلای خوشحال که همه دور هم جمع میشن دور هم جمع شده یه کارکاسه یه خونه داره که بنز کافی گنده است که مردم بتونن دور هم جمع شن اگه اونو نداری کسی نمیاد وقت دور هم نمیتونی جمع چی برن هتل یه فامیل هست ایرونی اسمش نمیخوام بیارم فامیل من نیست تا اونجاش میرم ولی یه کار خیلی جالبی این فامیل میکنن مخالفات میگم مردم بفهمن تا کجا <تصفيق> <تصفيق> این فامیل توی شعلی در سوئیس هر سال جمع میشه خب این فامیل خیلی به هم نزدیکن از امان قاجار هم هستن اینا خیلی هم با هم نزدیکن با هم چیز هم خیلی هم به هم حال میدن چرا؟ چون چند تا خیر تو فامیلشون مد... زمینه رو درست میکنن به اونایی که تو فامیلشون یه ذره کمتر پول دارن اینا بلیط آب ما بفرستن فلان بدن یه چهار پنج روز بیان همه دور هم باشید اونطوریه که فامیل فامیل میشه فکر هر کی بره چهار گوشه دنیا تو کازر تو 50 سال ندیدی وقتی میبینیش یارو میگه آقا اسم شما خب نزدیکی میاره دیگه این چیزا ببین اینا این اینا چی میخواد یه داداش میخواد که بگه من مثلا فکر کنم اگه یه سری آدم زیادی جمع میشن یه خونه بزرگ دارم یا میتونم یه هتل بگیرم برای چهار روز حالا لازم نیست سوئیس این کارو بکنی اونا دیگه خیلی شیک کرد خب ولی میتونید جاهای دیگه این کارو بکنید توی شهریار میتونید شهریار بزرگ خانواده این کارا رو میکرد اصلا کانسپت بزرگ خانواده هم داره از بین میره انگار خب بده آره بده من مثلا مادر بزرگ هم مثل فخر ایران اصلا اسمی که اصلا آدم تا دیگه نمیشنوه دیگه واقعا ما فخری بهش میگن اونم مثل مثل میتریارک خانواده ما بود لازم داری آره. ولی میتریارک باید یه چیزایی تو دستش باشه اگه آره. که نداشته باشه خب نمیتونه نمیتونه پیاده کنه نمیتونه مردم رو جمع کنه نمیتونه بر همین یه اینگریدینت های اینا رو بعد دور و خودتون یه ذره راجبش اگه یه ذره راجبش فکر کنین تو زندگی خودتون خواهیم فهمید که چه چیزایی لازمه که یک گروه بهار یا یک فامیل بهار مثلا بزن مثال چه میدم تهران مثلا ما که وضعمون خیلی چیز نبود من یه، یه،, یه،, یه, یه،, خوابه داشتم خیلی کوچولو ولی همیشه همه برابر عکس دوستان بم بم ابسولوتلی ابسولوتلی باشا همه درصد صبح تا شب قصر باشه خونه من اتخابه. بودن میادی با هم دیگه بابا یه اتاق خوابه من یادته یه اتاق خوابه تو بود باشه اونجا عشق جهان جلوش رد گفتم چرا من اینجا خاطره داشتم یه یه اتاق خوابه داشتم بچا یه چه... اتاق خوابه یا عالم آدم تو زندگی می‌کرد رکوردش می‌دونی چقدر بود آدم زندگی که صد تا آدم تو زندگی کردم ما یک من جمله این داداش بفرمایید می‌بینی چند نفر یه دفعه یه شب یه اتاق یک شب 83 نفر توش بودیم من تقریبا به یه جایی رسید گفتم این ساخته بود میتونه تعمل کنه این همه آدم اونجا یه اینکه شاید خراب شد بیفتیم پایین مثل مثلا این بدبخت ها تو هند و اینا <تصفح> یه نفر ساختمون میریزه <تصفح> گفتم خب شاید اونطوری بشه داستان یعنی اونطوری و بر همین به نظر من لازم نیست حتما اینو یه چیز عجیب غریبی باشه ولی یکی باشه بگه آقا اینجا مال همه است بیان حال کنین آره بعد یه حالی بده دو تا قضا بذاره رو میز دو تا فلان کنه یه دو تا مشروبی بذاره فلان کنه هر کی هم به طبق اندازش اون موقع من برای همین مثلا بخصوص حتی تو کار هنری مثلا یه استودیو داشتن انقدر با حاضرام خونه نداشته باشم ولی استودیو داشته باشم چون وقتی که آدمای خلاقم هم دور هم جمع میشن احتمال که تو دست بره روی گیتار و پیانو و درامز خیلی بیشتره شداره. تو آقا زنگ بزنیم بیا با باید ساعتی 40 دلار پول بدیم بعد تماشا یه ساعت نگاه میکنی میگه دارم اینقدر ببین رو اعصابت میره همه این چیزا تا... بعد نمیتونه من خلاق ترین وقتی آه. که بود تو زیر زمین خونمون تو ایران یه استودیو گنده داشتیم همه تاپال بودن اونجا تو زیر زمین همون زیر زمینی هم زمین جمهوری اسلامی گفتین توش جاسوسی میکنیم. ما داشتیم تو نشه میکردیم دراغ... موزیک میزدیم که وسایل موسیقی ما رو با از مداره که جاسوسی بردن جاسوسی این کد اینا کد میزدن با این پخش می‌شد به ماهواره یعنی اون پایین میخوام همش همه جمع شدیم اونجا ساز بعد خب دیگه اینجوری نبود که نگم آقا سازم ساعتی چرا پول اونجا فقط پاور آنو میزدی همون شروع میکرد یه ایده انقدر یعنی جزء شد خلاق ترین دوران زندگی بود قبل از قبلی که بیا بیرون دفعه قبل که بابا اون دفعه اول که یه جوری در قبل داستانی بابا این ام. سری آخری که ایران بودم و خب خیلی کیف میده می یه می جو داشته باشه برای خودش الان خیلی سخت الان ولی الان ولی یه جور دیگه آدم پیرتر هم که میشه خب دیگه تحملش هم که چیز میشه دیگه زره کمتر میشه برای اون بچه بازی که دادم تو 20 سالگیش تو به همون حرویات بعد جوون آدم آدم من نصیحت می‌کردی من کشیدی کنار تو اون خونه قصر یادم بعدم شما میگم نه الان من به آدمایی که مثلا پسر فرانسوی دیدی مارسل چرا پسر ماهی بود خوشم اومد آدم حرفه‌ای و موزیسین الان من دیگه توی استیج زندگی هم که دوستام خب همه چی حرفه‌ای یکی رو استخدام میکنم میدونم که یارو ده از دهه بهش نوتو نشون میدم موزیکو رو خیلی خوب گیتار زد یارو نشون میدم نوتو نشون میدم دو روز بری با هم تمرین در میاره این کار ولی ترجیحم اینه که با همون مارسلش هم با بقیه هم آقا یه ماه بریم و یه جا بیفتیم مثلا برای یه پروژه نه خلاقیت دارم... میاد بیرون یه پروژه دارم برای یه گرانتی که دارم انجام میدم خب. که یه موسیقی که میخوام بسازم برای یه آلبوم و یه پروژه و برای اونجا خب چون به پول دادن یعنی پولم باید خرج کنم و رسید براشون بفرستم نمیتونم این بذارم به سگ اینو باید با رسید برم جلو و میخوام با پولش خاصم من یه ما مثلا توی آریزونا جای ارزون یا توی بیابونای مثلا فرانسه هر جا یا توی بیابون در آه. صورت یه ماهی استودیو اجاره کنم و بریم فقط چهار نفری پول قرض اون کارو؟ همه جا می... خب الی گرونه خب یعنی از اون یه ذره خارج برو خب همین خ... یا خارج از میگم برام گفتم اریزونا دیگه چون اریزونا خیلی میتونی نه یه ذره خارج الی که نه تا اریزونا دیگه حالا حالا که اگه بشه مثلا اخو داریم قیمت الان داریم نگاه میکنیم حالا به اون مرلش نرسیده ولی مثلا من خودم توی اوه و ماهای اون طرفا یه آدم توی فرانسه چه توی کوه موها جای ارزمون تو پیدا کنی یه ماه بدی 1000 یورو 2000 یورو میدی آره اونم اونم مفته آره دیگه آره اون یه سری وسایل اجاره میکنی میاری دو هزار تا دیگه با چهار آره ارو... تا می‌برم آره پسرم هست چندتا تا برعکس اورو تو اروپا هم دارم ولی یه ما بریم درو ببندیم فقط میگم آقا موبایلتون می‌ذارین کنار فقط هشت شب بعد حرف بزنین چک کنید آقا اصلا می‌دونی که ای این داستان میدونی که یکی از رکورد های دنیا و یکی از موفقترین گروه گروههای دنیا حالا بچه ها خیلی هاشون شاید ندونی من چی میگم بی جیز بی جیز سطح در دی نید لایف با همین داستان تو فرانسه رفتن یه جای یه قصر میگرفتن تمام به تابستون فقط زدن این, این, این داستان س... I think it's the biggest crossing if not one of the biggest آره. crossing جده آره. جده خیلی فروش دارم تو همین داستان رفته یه قصری فرانسه آره اینطوری کردم احساس کنم با تمام حواس پرتی اینترنت و تلفن و این چیزا آدم بود اینا رو از یه جوری بذاری کنار بذار فقط اگه بزن. بتونی بذاری کنار آقا بذار الان بیا بذار بذار رفتم خواهش تمنا از مامانم که باشه بیا بیرون حالا ببینیم بیاد دی نه یاد نمیدونم چی خسته است خب بدش کن خیلی خب در صورت حالا بگو داشتم میگفتم الان به کیارو میگم الان اتاق تمرینا خب همشون یا ورشکسته شدن بسته شدن یا بیارد. ما میخواستیم چیز بگیریم میگفتن که میگفتن که اه... دیگه کسی اصلا ساز نمیزنه بیاد اتاق هم اجاره کنه همه تو خونه میزنن یعنی ب... چی؟ گفت الان همه بدرون پردوسیان که تنهایی با کامپیوتر همه کارشون میکنه یعنی این که گروه جمع بشه یه جا گفت همشون دیگه دارن بسته میشن اصلا دیگه گروه موسیقی دیگه وجود نداره تنهایی هم با کامپیوتر سلام سلام ریدی جون سلام سلام ببخشید خوب... سر صدا آقا بیا بیا خیلی هم شما همیشه شما قشنگی ما اومدیم بقیه این آبوشتا رو بخوریم بقیه سپا بیا 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 شما که دارین هر جوری فک میزنید من یکم آبگوش همونم منم میخوام بخورم خب بابا شریر آبگوش بخوریم این دونات ها مونده این دونات رو میشه خورد دونات ها سمه نه خب کمش شکر گوشت از این نفس دید کنه الان آمون نشستیم پای آبگوشت آبگوشت دو روزش آبگوش آقای کینگرام میگه نه من آبگوشه دو روزه نمیخورم بابا نگفتم نمیخورم گفتم بود چیزی آپشن دیگه هم هست رو منیو هم این فلفل هم این فلفل این تازه است اینم فلفل از این چیز نداری ها ما اون یارو ها اون یارو رو دارم بچا اون فلفل خوبه آره 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 بیا بی نگاه کن الان کونم پاره میشه آدم هی میخواد نخوره فلفل لو خوشمزه این بچا نه فلفل چیز این سبزی نداری صابس؟ سابس؟ لا، نه نه. تو اینا رو نه، اون نه، نه. اینو دیگه به خودت چیکار داری می‌خوری؟ اینه دیگه، همونه دیگه. آه، نون بخور. نون دو. نون. یارو یه ماه زدی تو کار. آره. سیراتو. چجوری داری می‌خوری؟ نمی‌سیسی تو همین. شلون؟ دهنم سوخت. بهبه. واقعا همینجور میمونه قضا ایرانی دی بهتر میشه همین میگی نه اینم اینم زنم برای من درست کرده اینها مثل گاو چون غذا مخورم زنم گفته آقا تو رو خدا این علفه رو یه ذره یواش بخور سیراتو رو بده حال میدم سیراتو با همه چی حال میده خب این همین مرد که برشکست شد من برای چی تمعکه. تمع کرد وای اگه تمع آدم نکنه به کجاها میرسه یه ذره سیراچه بده من بخورم ولی آدم ها نکنه نکنه پیشرفت هم نمیکنه جالبه تو میگه اگه تمع نباشه پیشرفت نیست اینا ماست تمع کرد که اومد تسلا بزن اگه کجا میدونی تمع کرد یه جوری میشه تمع دیگه تمع رو تعریفش چی میکنی آخه شاید اون برای واقعا یه خوب یه ویژن داشت هم. من جالبه اگه ویژن داری که میخوای مثلا انسان ها رو ببری جلو اون تمام نمیشه از دید خودش ویژن داشت از دید ها میفهمم چی میگی میگی این آتی. نه این خارکسته تمه کرد ولی اصولا <applause> ولی <applause> میفهمم چی میگی <applause> آخه نه مال این واقعا تمع بود چیکار کرد برای اینکه زیر یه کنتراتی زد یه مرد که بعد وقتی این چیلی ها رو براش درست رو کرده بود مثلا 20 میلیون دلار چیلی براش درست رو کرده بود این رفته بود مکسیکو تو کالیفرنیا رفته بود مکسیکو همون چیلی ها رو پیدا کرده بود مثلا 20 درصد ارزان‌تر بعد زد زیر دیلش با این اونم گفت خارکاس فکر میکنی تکس... مکسیکی اینجا آمریکاست من سود میکنم خارده میگم کورت گفت 24 میلیون دلار داد بهش که سر اون بس تمه اینه برام جاده بود بگوی زره تو میگه بدون تمه پیشرفت نیست نه نمیگم تهوریش نیست بزنو. نمیگم اون آدمی که پیشرفت میکنه میاد یه تمای مثبت داره که باعث پیشرفت بشه خب اگه اونجوری بخوایم بری جلو اول کلمه طمع رو باید ما دفاین بکنیم تمای یعنی چی بیشتر خواستن از اون چیزی که داری اون بیشتر خواستن از اون چیزی که داری پس بیشتر خواستن از اون چیزی که داری پوزیتیو یا نگاتیو تریکیه دیگه میتونه هم پوزیتیو باشه هم نگاتیو برای اینکه تو میتونی به دنیا اضافه کنی بدون اینکه بیشتر بخوای آره بابا این همه پیشرفت های علمی و پزشکی و اینا داریم یه تمام عمرش یه زحمتی که شد یه علمی و در یکی دیگه, دیگه اومد آپگریدش کرد دانشگاه رفته پی ریویو شد فلان شد بالا پای شد کل از این دانشمندان خود شما که میدونید دیگه توی اکادمیک آف جورنال آف اکدمیک ساینسیز آره بیزنس آره خب نمیتونه دو داری شاخه شاخه تر میکنه خب آره دیگه دیگه. خب خب بیزنس خب هدفش چیه؟ روش که رشد کنه خب پول در بیاره خب دیگه. خب مثلا اون که خب یه بدیهیه یعنی بیزنس اگه یه هدفی داره، شیر داره، فلان داره. اه او مغز تو ببین راجع به طمع نمیدونم چی میگم ولی من اینو میخوام من تو رو میخوام شهریار حالا یه سال دیگه دارم ازتون چرا هر چی برامون بده خوشمزه آقا چرا؟ چرا برات بده نوا بکشی و آقا چرا آخه؟ اصلا <applause> اون <applause> اصلا من بریم سر اون داستان <applause> <applause> هپینس ول کن هرچی برام بده خوبه هرچی خوبه بده من اصلا تمام زن اصلا مثلا اه... این هفته دیگه یک هفته دیگه باید برم پر دکتر خونه و بگیره این گفت مشروب نخواد چون که جیگر یه سری وریبان <applause> داره خارش کایده است بعد از اون گفت کورسلال رو زده سخت به سخت این کار نکن اون کار نکن همه هی نه همه چی نه این کار نکن اون کار نکن نکن من, من برای چی این کار رو میکنم چون دوست دارم خو آخه خودش گیج شده من سری داستان هرچی دوست دارم میگن نکن عجب وضعیتی شده چیزی رو که میخوای باید نخوای باید تا بهش برسی نمیتونم تقلب کنی چون که طرفت خودتی نه که یکی دیگه از و معلم تو و ننه بابا تنو و دوست دختر نه نه طرف تو آینه خودتی تو داری تو آینه حرف میزنی تو آینه که نمیتونی بگی من اینو نمیخوام بگی نه میخوای <applause> خب اونه پروبلم می من چی میخوام هفته دیگه یه باربکیو بگو چی بخرم بیارم اینجا بندازیم رو گوید. آقا من جلوتر از اونم آریدی نه یک بچه های ایران متاسفانه این مله با خوک پروبلم دارن رابطه خوبی ندارن بابا تمام مرد مردها من خودم مردم دیگه ما خودمون خوکیم یه سری <applause> برای چی اون بیاد از هم جنس خودمون بابا از خوشتون بیاد ما خوکیم یه جوکی بود تو آمریکا میگفتن برای چی یادتونه م... مد یه مدت با... تو اروپا بود با همه جا بود البته میگفتن چرا م... مردا مد نمیگیرن ولی که ویر پیگز <تصفيق> <تصفيق> ما خوکیم خوک خوکی, خوکی مد کاو نمیگیره مال گاواز. من یه دونه کاسکو یه گوشت خوک میاره با استخون روش سالی دوبار یه بار کریسمس یه بار تنکسگیوینگ جایی هر میگیرم دو سه تا میذارم فریزر اونو دارم یکیشون بای 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 هرچی بگم کم گفتم خب بگو چیه بگو ما چی بیاریم چی کم و کس ما بیاریم برقش شو فقط راب انداز ما رو فقط بساز ما رو اینه که ببین اینه میذارم توی آون با چوب از این 16 ساعته چند ساعت؟ ساعت نیست ده ساعته ولی ببین من خیلیه ببین تو 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 دین تو عوض میکنی اون شب نه بابا ما که باور نداریم به خود اون شب باور میکنیم آره من اون شب دیگه ب... <تصفح> <تصفح> من اون شب باور میکنم <تصفح> <تصفح> اون شب اون شب اصلا یه ها اصلا یه امامه میاد اونم عمامه سفید سفید سیاه درسته کدوم جلوتره با سیاد، سیاه سیده ببینم این همه تو ایران این کلاهای های سیاه هست آخه چقدر یارو کرده که تمام این ننه جندا مادر بزرگم که یک زن تحصیل کرده تو وزارت آموزش پرورش زیر فرخ رو پارسا مادرش روس هفت تا زبون حرف بزنی از این رو تر این زن اگه تو مثلا اروپا بود شاید جرای میگه چیزی میشد نوبل پرسی میگرفت این زن آخر سر میگفت من سیدم میگفتم آقا با فک بابا تو دیگه چرا ببین این 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 ریشه ای که ملاها دومشو گرفتن فهمیدن که قویه یعنی یک ذره به روشن فکری مادر بزرگم که هنوز ته 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 داستان وقتی که پیر شد و دیگه همه داستان ها تموم شده بودن هنوز تو آینه نگاه میکرد یه ذره از این خرافات دومشی گرفته بود اونجا بود که من فهمیدم چرا اینا قدرت دارن چرا اینا رو کارن برای اینکه اگه یه همچین زنی تهمزه دهنش هنوز میره به این خرافات نان با سفه چند اصلا نس اون است با این نس داره فرق دور شاهش میرفت اونجا نماز میخون شاهش میرفت امام رضا شاهش میرفت امام رضا من همیشه برام عجیب دیگه شاه انقدر از کمونیست چپ و چپو بدش میمونه رفت با مسلمانا متحد شد که اونا رو بزنن اونو باید با هم دیگه پشت صحنه با هم متحد یعنی اصلا یعنی مملکت ما قشنگ یه دور خنجر پشت خنجر تو <تصرفت> خرافاتی هستی هم من نشونن میدم خرافات و خرافات قوی تر از لوجیکه برای اینکه خرافات یه اکویشن کوچیک داره اینجوریه برای کسانی که ما گفتیم کامپیوتر یاد بگیریم ما الان یادتون میدم کود <تصرف> کودو زبون مثلا سی یا ای نمیدونم اینا نمیگم کد دارم الگوریتم 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 میگم میاد اینجا میگه میاد پایین میگه خرافاتی یس yes, نو no. خب خرافاتی یس yes, نو no. خرافاتی نو no, یه جور دیگه کونت میذاره حالا بعدا بهتون میگم خب خرافاتی یس yes. بعد میاد این ور خرافاتی یس yes. بعد میاد پایین میگه این ریلیجن اون ریلیجن این خارکسه اون خارکسه وقتی خرافاتی یس شد بالاخره این الگوریتم ممکنه صد تا ختم داشته باشه آخر اون الگوریتم یه چوبیه که میره تو کونه کاری ندارم چند تا لاینه آخر اون هست فرقی نداره بعدی گفتی خرافاتی یس این چوبه داره میاد به سراغه مثل یه میسیلیه که بل کردن داره میاد حالا 20 دقیقه میدونی که بچه ها اگر روسیه یا آمریکا میسیل رد کنه به طرف یه کشوری چند وقت طول میکشه در بالا و پایین یه ساعت تموم کار خب بلیستیک این هم همونه وقتی که میگه خرافاتی هستی طرف میدونه یه موشک جا روشن شد یه موشک داره میاد به سراغت تموم سراغ شد سراغ کونت داره میاد موشکه وقتی میگه خرافاتی هست yes. اگه بری خرافاتی نه اون موقع آنا کار داره اینطوری کنیم اونطوری کنیم نمیدونم زنش رو بگیریم بچهشو بگیریم یه چیزی مثلا سکس اگه بگی خرافاتی نیستی اولی همیشه خرافاته دومی سکسه این روسام هم سکس ها رو خوب یاد گرفتن یه نه این که چه مرد باشی یه مرد زن باشی یه زن چیز سکسی برات میفرستن یه فیلمی ازت میگیرن خب برای اون فیلم بدهن بگیم دو دوتا ملاها بودن یارو با جناقش بود کی بود والا ما اون فیلم رو نگاه کردیم دو سه بار دو سه بار بعد دیگه آخرش از یارو خوشم اومد دیدم <applause> دیدم این کار است و پروفشناله اون واقعا اون که اون دستمال کاغذی رو به انگوشش بیچون اگه توجه کنیم برید فیلم رو دوباره ببینید <applause> یه جوری دستمال کاغذی رو رو انگوشش میبچونه میگم این یارو این کار هست. یعنی پروفشناله و اونجا بود که ازش خوشم اومد بالا این شک ام ریل نه اون دیگه اون خلاصه اونجا گیرت میاره یه نه این فیلم ها ازت میگیرن اونجا میگم آقا فلان اگه اونم نباشه و هی دا طبقه داره در هر صورت تمام این الگوریتم ما یک دو سه تا برنچ خیلی کوچیک هست که این چوبه تو کونت نمیره خب بیشتر ریزالت های اینجا چوب تو کونت میره ولی تندترین چوبی که تو کونت میره خرافاته رایدوی اون که اصلا دیگه یارو مولای فکرت هم نمیکنه نمی میگه برو این که تموم شد چوب تو کنش. اصلا فکرش هم نکن خرافات عجیب هم هستش که این همه هنوز خرافاتی هست از چیز قوی تر به تو میگم بچه ها خرافات فقط راجب دین نیست من, ما ساینتیست دارم خرافاتیه خرافات راجب ساینس هم میشه خرافات راجب خیلی چیزا میشه خرافات یعنی یه بلیفی داری که زیرش کاهه ولی نمیخوای کاهره نگاه کنی فقط سر بلیوه وامیسی میگی من این بلیوه باورد. من درسته باور باور یه باوری داری که نمیخوای تا ته باوره بری بگیم این باوری که من دارم راجع به این داستان تا کجاش حقیقته بعضی جاها میری خب خودت وامیسی میگی آی داده بیداد من اگه دو تا در دیگر رو واکنم یه دفعه میبینم مثلا خودم مثلا وضعم خرابه کانشسلی نمیری طرفش ولی تقریبا ساب کانشسلی طرفش ولی خرافات که آقا تای داستان برو ببین حقیقتی یا نه اونجاست که میفهمی خیلی چیزایی تو دنیا خرافاته من جمله عشق به خود ورژن چیزش ورژن هالیوودی که یه زوج گم شده ورژن هالیوودی اصلا ورژن هممونه تو عشق <applause> کجا یاد گرفتی دو نفر دیدی یکی ننه بابات که اون یک ورژن خیلی به خصوص عشقه بعد غیر ننه بابا تو چند تا خاله ماله و دوستات که بگیم رو هم دیگه جمع کنیم میشه 25 تا کاپل تو فکر کن دیتا راجع 25 تا کاپل داری راجع عشق نداری کمتر 25 تا خب بقیه دیتا رو از کجا آوردی کتاب و فیلم و اینا هالیوود شعر شعر حافظ عشق فلان خوب زرم ولی خب کانشسنس آگاهی به ما یه تعریفی از عشق میده که بالاتر از همین عشق زوجی و ایناست یعنی یه عشق یعنی که ما رو جدا میکنه از از اون اون یعنی حالا شاید عشق کلمه درستن ولی کامپشن امپاتی این چیزایی که ما به آگاهی با همکاری و همبستگی بهش رسیدیم که آقا برای بقای خودمون هم چون دلیل که آدم تونست چرخه اختراع کنه از پوینت ای به پوینت بی برسه تا به امروز که بتونه بالستیک میسل و جت و کامپیوتر هم درست کنه با, با همکاری بوده با اینکه تونستن کنار هم بشینن توی اتاق فکر تو دی... تو ته خودت میدونی حقیقت کجاست تو ته هممون حقیقت وجود داره بر همین ما وجود داریم چون که ما اینجا نشستیم وجود داریم یه حقیقت اصلی هم تو ما وجود داره و اصلا وجود نداشتیم و اون حقیقت اصلی که ما رو به وجود آورده وقتی وجود دارم یعنی حقیقت اصلی تو هست فقط اونقدر عمق داره که سخت بهش رسیدن ولی یک ندایی بهت میده یه احساسی داری این کسه آخه چرا نمیدونم نداهه هست برای که ثانیه و... که تو وجود داری یعنی جزو اصلیتی هر انسانی تمام این خلاف فلان, فلان شاید که داره این نگاه میکنه خودم خود, خود همه هم اون وقتی وجود داریم یعنی جزو جزء اصلیتی because we live پس میدونیم یه چی تو اندران ما میدونه حقیقت چیه اما بهش رسیدن اونقدر سخته برای اینکه از از کاش آیواسکا رو بزنین حالا شو بزن من آیواسکا رو ولی یه کاسه <تصفح> دیگه 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 زندگی دیگه دادم چی میخواد آب گوشت آب گوشت و زندگی آبگو... چاکلت بوس و آب یعنی اینا از از زمان مثلا ناصرالدین شاه تا <تصفح> حالا چا... چاکلت بوس و آبگوش با هم بوده ها من قدیم یه فیلم آشپزی درست کردم یوتیوب خیلی خنده بود طرز چیز بود داشتم غذای ت... ت... طرز تهیه و پخت تشینه میگم نیست آنلاین تو خیلی فهم خنده داری بود خب و یه رفیقم داشتم میگفتم که آقا چجوری با تچین درست کنم بعد الکی داستانی درست که با موزیک و اینام ساخته بودم خب که تچین اصلا کجا اومد که شد ما یه داستان خیالی درست کردیم که نادرشاه یه حرم سرای گنده داشت که همه داف خوباش اون تای سالون میچید چیز خوبارو تمام دختر خوشگلا رو خوشگلا داف نمیدونه چی <applause> <applause> داف نه آره. داف کیه حتی آره. اصلا الان آره کسی اصلا نمیگه زبان ما بود اصلا 20 سال پیش الان آره فکر نمی داف الان قدیمی شده آره داف هم قدیمی شده دیگه آره الان نمیدونم جوونه الان <applause> آره چی میگن آره الان مثلا به الان میگن داف داف <applause> الان به دختر پسر خیلی خوشگله <applause> <applause> چی میگین شما چی <applause> آره کامنت بذارید آره چی میگین به ما که جنس خوبه مثلا چی بهش میگن یارو تیکش خوبه یا آره رد میشی یارو میگه یارو عجب چی آره عجب آره آره اینو, ب... اینو تو کامنت خودم تیکه آره. بود, تیکه بود ولی خلاص یه داستانی درست کردیم که آقا با موسیقی ها م. که نادرشا تو ته همه این تیک های خوبه شد ته هرمی چید برای این قضا باید سنگین میخورد چین با درست میکردن براش که به اون سهم که میریسه برای اون خوبا رو میذاشت ته چون میدونی اولش آدم که راست میکنه انرژی داره که اولا رو همه رو میکنه ولی آخر بود به اون خوبا که دیگه نه دیگه نه دیگه لوجیک تو هستن لوجیک میدی خلاصه این لوجیک احمقانه این که واقعا این <تصفح> هم اون شاهر و یه مرتی که چاق حشری اومده تو حرم سرا حشری اولی رو گرفته اصلا نفهمیده مرد زن اصلا دقیق آفر بعد فهمید اصلا مثلا یارو مثلا میز بود اصلا آدمی نبود بعد دیگه بعد دیگه اون آخر که می‌رسه آره. خیلی بعد خوب باشه آفاری. که راه بندازه ایسی آها ای yes. شو yes. دیگه. این شو تعجیز من تئوری خوبه آره، تئوری خلاصه این تئوری رو من میخرم ما تئوری رو میخرم آره خلاصه ما برام آهنگشو پیدا کنم آهنگ ساخته بودیم من مقام من میخوام مثلا یه کتاب بنویسیم حشری ترین شاه های دنیا کی بوده فکر کنم فکر کنم کالیگولا بود فکر کنم که معروف امپراتور کنگیز خان آره نه کنگیز خان تونست براورده کنه خواسته هاشو آره ولی هنوز نمیتونیم بگیم کی حشری تر بود شاید اون مثلا خدمت میدونست آمار حشریت آمار حشریت هرنیز کنگز این هستری اصلا اینو گوگل کنی افیار میتنم در خورم میگه چی داری گوگل میکنی تو حشری <applause> ترین شاه های دنیا کی بودن ما بریم سیگار بزنیم ببینیم حشری تو ما میخوابه یا نه چنگیز خان استیمیت میشه که بعد پدر بین هزار تا سه هزار تا بچه بود What? مگه میشه؟ نه نه هزار تا که راحت دی ای 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 در حال حاضر تو ده در سه آدم هست چه 16 درصد 16 میلیون آدم در حال حاضر آنان هست نه اون کی چیزی نیست زنده یه آدم دینه یه 16 میلیون باشه نه دمش گرم ولی <laughs> بنزو کافی عشری نبود پر رو ببندیم دیگه اونو ببندمش ببندش. ببندش کم کم آره دیگه فکر اصلا این رو ایدیت نمیکنیم سعی میکنم ایدیت کنم اونقدر گوشادی همجوری میذاری باشه بچا ببخشید خلاص ما بی خودی اصلا قرار نبود کاری بکنیم امروز اومد اینا رو زد و گفت بزو ضبطت کنم اصلا مادرم که در رف رفت رفت اتاق اصلا هیچی آره با برندش با مامانت هم صحبت کنم داستانی مثلا آره. بچگیات داستان جالب داره یه روز دیگه بعد پاش بیای بعد مودش خوب باشه سنگ که رسید به 80 فشار میاد به اعصاب اون وقت دیگه مودی میشن یه روز پا میشه اصلا نمیخواد این کار رو بکنه آره هر هرچی لاجیک بیای بالا پایین چپ راست خیلی آخرین حرف که میخواستم بزنم چون خیلی یا خیلی یا سراغ حال بیبی سایرس رو میگیرن توی اپیزود اپیسود دیگه بعدا من تو مفصل میخوام درست کنیم در مورد داستان اصلا. اصلاً, اصلا راجب شرف ما... اینجا برای اینکه اصلا صحبت سختیه ولی خیلی ممنون از تمام حالایی که بهم به دادین برای اینکه احتیاج داشتم کامنتاتون هم اولی میخورم برای اینکه بهم حال میده اه... حتی نگاتیواش بعد یکی،, یکی،, یکی تو این تمام این سالی ای که خودم گفت این این شهریه رو یه جوری احساس میکنم فقط خاریبند چاخان میگه <applause> حتما درست فکر میکنی ولی این بچه امسال مارچ ما داریم میبریمش نشنال Institute of Health توی مریلند آمریکا که تقریبا یه جوری میشه که بهترین بیمارستان تو آمریکاست از دیل هازایی یا از خیلی لحاظا در حقیقت و سعی کنیم نجاتش بدیم دیگه خیلی هم خطرناکه این داستان شانس فیلیر هم بالاست ولی مجبوریم این کارو بکنیم و دیگه اون موقع دیگه و یه چیزی تقریبا صد روز طول میکشه که ما بفهمیم چه گوی خوردیم یا پازیتیو یا نگاتیو صد روز تو هاسپیتال خیلی ها شما خدا کنه هیچ کدومتون این اکسپرینس رو نداشته باشید. ولی صد روز تو هاسپیتال خیلیه ها. به تشکر ازتون میکنم که حتی داستانه ما رو هم تا حالا خیلی هاتون هم حال دادین کمک کردین در صورت خیلی ممنونم از ما تو بهم میگم ما که عاشق تیم عاشق تو کریستال به ویسایرس خانواده تو واقعا اصلا اصلا آدم حسابی نیست واقعا وجود تو یه چیز عجیب غریبی توی زندگی هممون دمتون گرم و مطمئنم که به ویسایرس هم خیلی هم قوی و مطمئنم که همه چیز خوب پیش خواهد رفت و دیگه سال 2024 دیگه سال ماست دیگه به قول معروف دیگه دمتون گرم دمتون گرم تاکس هم میگی بچا دمتون گرم هنوز گفان میه سایرس هم از بری سر بزنین لینکشو من میذارم توی دیسکورد بفرستین برای دوستاتون آره, تو. آره. اونم هست اگه خواستی ما بدیم. و یه اپیزود دیگه قرار بیشتر در مورد این داستانم حالا صحبت کنیم چون خود تجربه ای که سیروس و خانومش آه. و خانواده دا داشتن سر این داستان یه یه اینو یا باید یاد بگیریم برای اینکه یه چیز خیلی اساسی بوده برای هر کسی پیش نمیاد بیده. آره بعد که برای کسانی که پیش اومده اون وقت حاصل بگیرین از اتفاقایی که براشون اومده اون وقت بتونین پیاده کنین رو زندگی خودتون برای اینکه اون لاز... وقت لازم نیست این درد ما رو بکشین که این حاصلا گیرتون بیاد چون این چوبی که تو کنه من رفته <applause> دمتون گرم بچه شب بخیر خیلی وقت که دیگه خواب رنگی ندیدم حتی با اینک